به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت تمام دانش آموزان عزیز. با درس آمار احتمال 11 ویژه بچه های ریاضی، با درس دوم مبحث مجموعه ها و زیر مجموعه ها در خدمتتون هست. قبلا با مبحث مجموعه ها و زیر مجموعه ها توی ریاضی 10 کمی آشنا شدید. به چه صورتی بوده؟ یه یادآوری از مبحث مجموعه ها برای شما آوردیم. گفتیم تو سالهای قبل با مفهوم مجموعه آشنا شدید. برای مثال مجموعه اعداد اول یک رقمی به صورت زیر است. متوجه بودیم میدونیم که تمام اعداد خوندیم، اعداد طبیعی، اعداد اول، اعداد حسابی و غیره. اعداد اول یک رقمی، 2 میدونیم که یک عدد اول، 3، 5 و 7. اینا عددهای چی هستند؟ اول هستند. پس این میشه مجموعه چی؟ آیمن. خب حالا این مجموعه رو ما میخواییم بیاییم با نمادهای ریاضی چیه بچه ها؟ نمایش بدیم. یه مجموعه هست، قبلا هم خونده بودیم تو درس 1، نشون دادنش به چه صورتیه. ایکسای من عضو پی هستند، یعنی پی یعنی اعداد چی؟ اول. پس من میدونم که این پی یعنی اعداد اول. پس تمام این ایکسا عضو پی هستند. این علامت خط راستیو که میذارم، یعنی به طوری که این علامت به مفهوم اینه که به طوری که ایکسای من کوچکتر از 10 هستن. گفته بود اینجا چی؟ تمام اعداد اول یک رقمی. وقتی میگه یک رقمی یعنی کوچکتر از 10 باشه که 2، 3، 5 و 7 چیه بچه ها؟ قبول هستن. این میشه نشون دادن به صورت نماد ریاضی. خب حالا تو مجموعه اعداد اول اینا چی هن؟ قرار دارن به این صورت. یعنی وقتی من این نماد ریاضی رو ببینم، بگه من ایکسام عضو اعداد اول باشم، به طوری که ایکسای کوچیکتر از 10، یاد این میافتم که اعداد من 2، 3، 5 و 7 هستند. حالا میگم چون 2 عضو 2 متعلق به این مجموعه آی منه، دقیقا این متعلق به اون هست. خب می نویسیم 2 عضو آ. این علامت یعنی علامت چی بچه ها؟ عضو. پس از طرفی هم واضحه که 6 عضو آ نیست. الان نگاه میکنم اینجا به عنوان مثال 6 نیست، به عنوان مثال 9 عضو آ نیست. همچین حالتی نشون میدم وقتی عدده مثل 2 عضو اون مجموعه باشه، علامت عضو اینه. مثلا اون 9 یا 6 هر چیه عضو نباشه، یه خط میکشم روش، به اون مجموعه آ چیه بچه ها؟ تعلق نداره. این میشه شمای کلی از مجموعه ها که شما چیه باهاش آشنا شده بودین توی ریاضیات. خب با یه کار در کلاس میخوایم شروع کنیم، ببینیم به چه صورتی هستش و کاملا آشنا بشیم با این مبحث. کار در کلاس میگه که فرض کنید آ مساوی مجموعه آ و ب باشه. درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. آقا میگه مجموعه آ عضو آه. این مفهوم داره برای من. این داره میگه که این نادرسته. علتش چیه؟ زیرا تو مجموعه آ عضوی به این شکل وجود نداره. شما مجموعه آی من رو نگاه کن. این یه مجموعه آی منه، 2 عضو داره، آ و بی. اگر به عنوان مثال میگفت این آ عضو این مجموعه است، این درست بود. ولی اینجا آورده برای من گفته خود مجموعه آ همچین عضوی داخل این ندارم. اگر این رو به این صورت نمایش میداد و یه عضوی مثل خود مجموعه آ داخل این آ بود، قبول بود. خب پس این الان یه جمله چیه؟ کاملا نادرسته. دومی رو نگاه کنید، میگه توهی عضو آه. بچه ها اینم چیه؟ نادرسته. زیرا تو مجموعه ها عضوی به این شکل باز وجود نداره. عضو نیست. باید حتما وقتی میگه عضو توی اون مجموعه به همون شکل چیه؟ مشاهده بشه. خب اینجا میگه عضو آ مجموعه آ زیر مجموعه از آه. خب این درسته بچه ها. این علامتی که اینجوری میاره، یه خط میذاره یه میکشه زیرش، یعنی این که چیز زیر مجموعه. خب این درسته. با چه دلیلی؟ با مفهوم زیر مجموعه. خب ما مفهوم زیر مجموعه رو خونده بودیم قبلا.
همه اعضای مجموعه این عضو آ، یعنی یه عضوه، یعنی باید داخل این باشه. پس بچه ها خود این مجموعه آه میتونه یک زیر مجموعه از این آه باشه. یعنی چی؟ ببینین الان داخل این خود یه مجموعه آه هست، یه مجموعه بی هست و خود یه مجموعه آه هم هست. اینا میتونن زیر مجموعه از کل این مجموعه برای من چی هن؟ محسوب بشن. پس مفهوم مجموعه و زیر مجموعه تفاوتش کاملا چیه؟ متوجه شد. خب قسمت ت میگه به زیر مجموعه از آه. آقا به زیر مجموعه از آ نیست، به خودش عضوی از آ بود، باید تو دو طرف اون مجموعه کاملا این چیه؟ مشاهده بشه. میگه آ عضو آه، خب این کاملا درسته، ما خود عضو آ رو داخل مجموعه آ میدیدیم. اینجا میگه مجموعه آوه زیر مجموعه از آه، اینم درسته، هر مجموعه ای زیر مجموعه از خودش محسوب میشود. پس بچه ها هر مجموعه زیر مجموعه از خودش است. مجموعه آه من این بود دیگه، دو تا عضو آ و ب داشت، خب خود این زیر مجموعه از خودش محسوب میشه. پس به همین شکل اینجا اینه چیه؟ نوشته. خب سوال دوم، کدام یک از مجموعه های زیر برابر با توهی و کدام یک ناتوهی است؟ خب میخوام ببینیم کدوم یک از این مجموعه ها توهیه، کدوم یک ناتوهیه. خب الف، مجموعه x عضو z به طوری که x به توان 2 مساوی 9 و 2x مساوی 4. بچه ها داره میگه x عضو z باشه، وقتی میگه عضو z باشه یعنی اعداد صحیح هستش. اعداد صحیح رو ما میدونیم که از منهای بی نهایت تا مثبت بی نهایت. خب این اولین چیزی که کامل از اینجا ما میدونیم. خب ما میخوایم پس دامنه ی تغییرات و متغیر ما که x هستش اینجا مساوی یک سری اعداد توی مجموعه زده. ما باید بیایم این دوتا مجموعه رو چیکار کنیم؟ حل کنیم. وقتی و میاره، یعنی تو درس یک خوندیم، این کاملا یک ترکیب چیه؟ عطفیه، یعنی با همدیگه ادغام شده. خب اول از همه بچه ها x2 مساوی 9، x2 مساوی 9 جذر بگیر رادیکال x2 به فرجه 2 قدر x نوشتم، جذر 9 3. حالا جواب قدر رو ور میدارم جلو رو مثبت منفی میدم، x مساوی مثبت منفی 3. خب حالا این اتفاق که رخ داد، مجموعه جواب من که اینو گرفتم پی x اینجا مشاهده میکنید مشخص شد، x های من مثبت منفی چیه؟ 3. حالا بعد میام 2x مساوی 4 رو حل کنم. خب جواب من منهای 3 و مثبت 3. حالا 2x مساوی چند بچه ها؟ 4. یه تقسیم بر 2 همه رو بزنیم، x تقسیم بر 2 4 2. پس جواب من، مجموعه جواب من که گرفته بودم اینو qi x، قطعا فقط چند هستش؟ 2 هستش. خب حالا اینجا ترکیب عطفیه و آورده، یعنی چه اتفاقی داره رخ میده؟ من کل مجموعه جوابمو گرفتم آ، کل این مجموعه جوابو میخوام، یعنی این سه تا جزء این مجموعه جواب چیه؟ باید قطعا ببینیم هست یا نه. خب پس مجموعه جواب پی ایکس من و مجموعه جواب کیو ایکس من، چون ترکیب من عطفیه و هستش، یعنی اشتراک، پس بعد اشتراک بگیرم، اشتراک بگیر، اشتراک این دوتا توهی. پس مجموعه جواب من توی اینجا کل این چی هستش بچه ها؟ توهی هست، یعنی منهای 3 و 3 با عدد 2 هیچ اشتراکی قطعا نخواهند داشت. پس مجموعه جواب من میشه چی بچه ها؟ توهی. خب بچه ها سوال دقت کنید، برو مجموعه x عضو z به طوری که x به علاوه 8 مساوی چنده؟ 8 هستش. خب بچه ها دامنه متغیر من مجموعه چیه؟ z هستش. دامنه متغیر ما مجموعه زده، من اینو کلن گرفتم پی ایکس، ایکس به علاوه 8 رو گرفتم مساوی 8. خب
8 بیارم این سمت، از 8 کم بشه جواب x میشه 0. پس مجموعه جواب من، جواب گذارنمای من چیه؟ مجموعه کلا یه عضو داره، اونم 0. پس ما میتونیم بگیم مجموعه این b من یه مجموعه ناتوهیه، مجموعه توهی نیستش. خب قسمت p رو نگاه کنید، میگه x عضو z باشه، x مساوی x نباشه. خب با خودتون میگین که اینو به چه صورته؟ خب این مجموعه z میگه x مساوی x نباشه. خب واضحه که وقتی میگه x مساوی x نباشه، x رو بیارم اینور میشه 0، اونورم میشه 0، یعنی دو طرف من میشه 0 مساوی 0 نشه. خب قطعا این اصلا جوابی نخواهد داشت. پس مجموعه جواب من چیه بچه ها؟ توهی هستش. قسمت t میگه x عضو n به طوری که x2 مساوی 7x. خب بچه ها مجموعه اعداد، مجموعه اعداد چیه؟ طبیعی هستش. مجموعه اعداد طبیعی، یه اشاره بکنیم از قبل، از اعداد 1-2 شروع میشه الی مثبت بی نهایت. خب x2 مساوی 7x رو بیایم حلش کنیم، بهترین راهمون اینه. آقا x2 مساوی 7x، 7x رو ببر اونور، x2 منهای 7x مساوی 0. خب پس اینجا اگه x فاکتور بگیریم میشه x در x منهای 7. دو تا جواب، یه باید x صفر که صفر الان عضو n، خیر مجموع عددها یک شروع میشد، پس صفر عضو n نیست، غیر قابل قبول. یه بارم x منهای 7 مساوی صفر، پس x میشه چند؟ 7. 7 عضو n. تمام. پس جواب این مجموعه من ناتوهیه، مجموعه توهی دیگه نیست. مجموعه جواب گذارنمای من حتما 7ه، پس مجموعه حتما مجموعه چی بود؟ ناتوهی خواهد بود، چون یه عضو داره، اون عضوش هم چنده؟ 7 هستش. خب سوال سوم، مجموعه های زیر را با نوشتن اعضای آنها مشخص کنید. خب آقا A مساوی X عضو Z به طوری که قدر مطلق X کوچکتر مساوی 2. پس من یاد گرفتم اعضا میخوام مشخص کنم، دامنه متغیر دارم، مجموعه Z گزاره نما رو باید حل کنم. آقا قدر مطلق x کوچکتر مساوی 2 رو حل میکنم، قدر مطلق یه عددی کوچکتر مساوی اون بود، اون x بین منفی مثبت اون عدده بودش، اینو میدونم. پس x من بین منفی مثبت این میشه بین منفی 2 و مثبت 2، مساوی هم داره، پس مجموع جواب z در منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت قبوله. پس دامنه متغیر منفی 2، منفی 1 0 1 2، همه این اعداد چی هن؟ قبولن و تموم شد. این میشه نوشتن اعضای این مجموعه. خب B میگه مجموعه B M عضو زده به طوری که M به توان 3 مساوی M بچه ها. خب مجموع جواب دامنه متغیر مجموعه Z گزاره نما M3 مساوی M، حلش میکنم، ام 3 مساوی ام، امو میبرم اونور، ام 3 منهای ام مساوی 0، ایه ام فاکتور، ام 2 منهای 1. خب مساوی 0 بچه ها، اینم اتحاد مزدوجه، ام منهای 1 در ام به علاوه 1 میشه ام در ام منهای 1، ام به علاوه 1 مساوی چی؟ 0. جواب ها، یک بار M مساوی 0، M 0. یه بار M منهای 1 مساوی 0، M میشه 1. یه بار M به علاوه 1 مساوی 0، M میشه منهای 1. میگه مجموع جواب زده، اما منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت قبول. پس هر سه تا جواب من چیه؟ قبوله. پس مجموعمون میشه 0، 1 و منهای 1. که الان به این صورت اینجا چیه بچه ها؟ نمایشش میدیم. یه مجموعه است که این سه تا عضو چیه؟ قابل قبوله. خب مجموعه سی میگه چی؟ میگه کا عضو آر، آر عدد حقیقیه، منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت، کسری، همه چی قبول. کادو منهای 1 مساوی 0. خب آقا کادو منهای 1 مساوی 0 رو حل کنم، اتحاد مزدوج کا منهای 1 در کا علاوه 1 مساوی 0، یه بار کا 1، یه بار کا منهای 1، پس دوتا جواب دارم، یه بار کا من 1، یه بار منهای 1. عضو آر هر دو جواب قابل قبول. سی مساوی پی کا مجموع جواب گذارنمای من، پس دو تاش قبول، منهای 1 و 1. قسمت دی میگه آ عضو اس باشه، اس فضای نمونه پرتاب یک تاسه. خب تاسم 6 تا وجه داره،
خب شرایطیه که برای من ایجاد میکنه به چه صورتیه؟ یعنی از اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 این اعداد چیه؟ قابل قبوله. فضای نمونه پرتابم هم به این صورته. خب مجموع جواب گذارن اما 1, 2, 3 تا 6 به همین راحتی چیه این؟ به دست میاد. باید ببینیم دامن متغیرمون چیه، مجموع جوابو به دست بیاریم و یه حل ریاضی. سوال 4، با توجه به مجموعه ها در قسمت 3 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. بی عضو آ. خب آقا قسمت 3 یعنی قبلیه، میخوام ببینیم بی عضو آ هستن یا نه. آقا مجموعه آمون عضوی به این شکل داشت که تو مجموعه بی من چیه مشاهده نمیشه، این قطعا چیه؟ نادرست خواهد بود. بی زیر مجموعه از آ. خب آقا بی مجموعه ای که داشتم به این صورت بود. یه بار بریم اسلاید قبلیمون. خب بی من منهای 1, 0, 1 بود. آی من چی بودش بچه ها؟ آی من منهای 2, منهای 1, 0, 1, 2 بود. خب پس الان این اتفاق داره من من چیه؟ رخ میده. پس من میدونم که بیم منهای 1, 0 و 1 بود. مجموعه آی من منهای 2, منهای 1 و 0 و 1 و 2 بود. میگه این بیه زیر مجموعه از اینه، دقیقا این ست عضو بشه. پس این درست. اینجا گفته بود این بیه عضو آه. خب این جمله غلطه، این ست عضو این به قول معروف چیه محسوب نمیشود. اینجا گفته آ اشتراک دی زیر مجموعه ای از سیه. خب مجموعه ها رو دارم، آ اشتراک دی اشتراکشون رو بگیرم میشه 1 و 2، سی من منهای 1 و 1 بودش. الان میگه این زیر مجموعه از اینه، کاملا غلطه دیگه، 1 و 2 جزء منهای 1 و 2 منهای 1 و 1 نیست، پس زیر مجموعه محسوب نمیشه. میگه به زیر مجموعه از سی اجتماع آه. خب آقا بیمو که میدونم منهای 1 و 0 و 1 بود، سی اجتماع عام هم که اینه، چون آ خودش منهای 2 تا 2 بودش قبوله. حالا داره میگه این سی اجتماع آه که اینه، این بیه زیر مجموعه از اینه. بریم نگاه کنیم منهای 1, 0, 1 زیر مجموعه از این هست. بله درسته، پس این کاملا چیه؟ درست هستش. میگه سی زیر مجموعه از آ نیست. خب آقا تمام این نادرست، همه از این مجموعه سی تو مجموعه آ هستن، از این مجموعهش دیگه محسوب نمیشن. خب پس اینجا که سی زیر مجموعه آ نیستش این نادرسته، یعنی همه شون بودن داخلمون. میگه بی منهای دی زیر مجموعه از آ، یعنی هر چی که تو بی باشه تو دی نباشه. بی منهای دی رو بریم حل کنیم میشه منهای 1 و 0. آقا آ کدوم بود؟ آ مجموعه منهای 1, 0, 1 بود. آی من به این صورت بود، منهای 1 و 0 و 1 بودش. حالا بی منهای دی این شده. آقا این زیر مجموعه از این هست؟ بله درسته، پس این جمله کاملا چیه؟ درست هستش. خب این فعالیت رو میخوایم بررسی کنیم. این فعالیت در مورد چی داره بحث میکنه؟ تعداد زیر مجموعه های 1 مجموعه. خب آقا تعداد زیر مجموعه های 1 مجموعه چیه؟ فعالیت دقت کن. میگه مجموعه آ مساوی آ و بی و سی را در نظر بگیرید، همه زیر مجموعه های آ را بنویسید. خب آقا همه زیر مجموعه های آ را من میخوام بنویسم. آی من اینه، من میدونم تهی زیر مجموعه هر مجموعه هست، مینویسم تک تک هر کدوم از عضو آ، مجموعه آ، مجموعه بی، مجموعه سی، خودشون میدونم افرازی از اون محسوب میشن، زیر مجموعه از اون هستند، اونم مینویسم. مجموعه دوتایی آ و سی، بی و سی، مجموعه ها همه هستند. یه مجموعه سه عضوی خودشم زیر مجموعه از اون چیه بچه ها؟ محسوب میشه. من همه اینها رو چیه؟ نوشتم. خب حالا سوال 2، قسمت دوم این فعالیت رو دقت کن. میگه با دو رقم 0 و 1 میتوانیم زیر مجموعه بی مساوی بی و سی از مجموعه آ را با کد سه رقمی 0 و 11 مشخص کنیم، چون آ عضو بی
نیستش. متناظر با آن کد 0 و 3 عضو B و B متناظر با آنها کد 1 را در نظر گرفتیم. همچنین زیر مجموعه خود مجموعه A زیر مجموعه از A خب با کد 100 متناظر میکنیم. اکنون شما بقیه زیر مجموعه ها را با کد 3 رقمی بنویسیم. ببینیم تو سوال کامل متوجه بشیم ببینیم چه جوریه. آقا توهی نظیرش میشه 3-0. برای چی بچه ها؟ نگاه کن، من گفتم با دو رقم 0-1 میتونیم زیر مجموعه بسازیم. وقتی اینکه 0-1 توهی خود 0 در نظر بگی، یعنی زیر مجموعه هر کدوم میگه کد 3 رقمی بسازیم، یعنی تو همشون هم هست، زیر مجموعه هر مجموعه محسوب میشه، میذاریمش 3-0. زیرا آ و بی و سی هیچ کدوم عضو توهی نیست. آقا مجموعه آ، آقا آی من چیه؟ از مجموعه آ رو با کد 3 رقمی 011 گفت مشخص کنیم، چون آ عضو بی نیستش. حالا کد 0 و 3 عضو بی و بی متناظرشه با کد 1 بگو. خب آ الان اینجا خودش دارم میگه مجموعه آ، یعنی آ خودش عضو مجموعه آه هست، اینو میگیریم 1. اون بی و 3 عضو آه نیست، اونو 2-0 میگیریم، 0 ها نیستن 1 ها هستند. بی، بی خب عضو مجموعه دومیه، یعنی مجموعه دو عضو دومه است، میشه 0-1-0، چون بی اینجا شما دقت کنی عضو بی هست ولی آ و سی عضو بی نیست. سی میشه سومین عضو، 0-0-1 میشه، یعنی چون سی عضو سی هستش مجموعه سی ولی آ و بی عضو مجموعه سی نیستش. آ و بی، آبی یعنی اولی دومی هست، 1 میگیرم، سی نیستش، پس میشه چی؟ 110. آو سی اولی سومی هست، وسطی نیست، میشه 101، یعنی 101 میشه به این صورت که داریم میبینیم. بی و سی مجموعه دوم سومی هست، اولی نمیشه، 011، چون بی و سی سیه عضو این مجموعه هست ولی آه عضوش نیست. حالا ستایی ها آ و بی و سی همشون هستن، میشه 111، یعنی همشون عضو این مجموعه چی هست؟ محسوب میشه. خب سوال 3، با این روش کدگذاری و به کمک اصل ضرب سال گذشته در فصل شمارش بدون شمردن خوندیم تو ریاضی دهم که تعداد زیر مجموعه های آ را تعیین کنید. خب بچه ها الان کاری که من میخوام بکنم، میخوام کد 3 رقمی بسازم. کد 3 رقمی که میخوام بسازم هر کدوم از اعضای مجموعه من آ و بی و سیه. توی زیر مجموعه باشن یا نباشن برای من اهمیتش مهم نیست. حضور یک عضو با رقم 1 عدم حضورش با 0 چیه؟ نمایش میدیم. پس میتونه حضور داشته باشه، میتونه حضور نداشته باشه. خب حالا میگه تعداد زیر مجموعه هاشو بیا تعیین کن. آقا این رقم اول من، این رقم دوم من، این رقم سوم من که عضوا میخواد داخل این چیه قرار بگیره. اعضایی هم که دارم اینجا چیه؟ آ و بی و سی هستش. خب پس من میتونم بگم که توی این رقم دوتا میتونن قرار بگیرن، اینجا دوتا، اینجا دوتا، یعنی حالتش میشه 2 به توانسته مساوی چند؟ 8. یعنی پس آ داره یه 8 چیه؟ زیر مجموعه هستش. خب اتفاقی که اینجا رخ داد توی سوال 4 بهتر میتونیم ببینیمش. میگه که فرض کنید آ مساوی آ1، آ2، آ3 و آ4 با روش کدگذاری با رقم های 0-1 و کمک اصل ضرب تعیین کنید که آ چند تا زیر مجموعه داره. آقا میدونیم که هر کدوم میتونه دو تا اینجا قرار بگیره، میشه 2 به توان 4 مساوی چند؟ 16. یعنی هر عضوی که میتونه قرار بگیره دو تا حالت میتونه داشته باشه، اون دو حالتش رو میگیم. چیزی که برای ما مهمه اینه که تعداد زیر مجموعه ها رو که میخوایم به دست بیاریم همیشه میشه 2 به توان چی بچه ها؟ N. پس تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه همیشه از چی به دست میاد بچه ها؟ 2 به توان N. N اون تعداد اعضاییه که وجود داره. الان اینجا 4 تا عضو داره، پس میشه 2 به توان 4 که همون چنده؟ 16 هستش. پس این میشه تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه رو به دست آوردن. خب
داره میگه که اگر آ مساوی آ1، آ2، آ3 تا آN باشه، در این صورت با این روش کدگذاری مشخص کنی که آ چند تا زیر مجموعه داره. خب میدونم هر کدوم دو حالت، تا اینجا هم که دو حالت، یعنی دو به توان N حالت داره اتفاق میکنه و دو به توان N تا زیر مجموعه میتونه داشته باشه. خب پس نکته مهم، فرض کنید آ یک مجموعه N عضوی باشد، تعداد زیر مجموعه های اون مجموعه که آ هستش برابر با چی بچه ها؟ دو به توان N است. خب مثال دقت کن کامل برات مفهومش جا بیفته. مثال مجموعه آ مساویه عضو آ و خود مجموعه آ و توهی را در نظر بگیرید و همه زیر مجموعه های آ را در یک مجموعه بنویسید. آقا مجموعه های همه زیر مجموعه های آ را میخوام بنویسم. خب اولین اتفاقی که داره رخ میده اینه که من مینویسم توهی و مجموعه آ، یه دونه دیگه خود مجموعه این آ رو میتونم داشته باشم. خب اتفاقایی که داره رخ میده رو نگاه کنید تا دونه دونه براتون توضیح بدم. آقا خود توهی میتونه زیر مجموعه از خودش محسوب بشه، خود این عضو مجموعه آ میتونه باشه، خب و خود این آ هم میتونه جزء اون چیه محسوب بشه. یه بارم میتونه خود این آ و این مجموعه آ چیه محسوب بشه جزء این، یه بارم خود این مجموعه آ و توهی میتونه محسوب بشه، یکی هم خود این آ و عضو توهی میتونه محسوب بشه، یه دونه هم این ستاییه میتونه جزء اینجا چیه قرار بگیره. پس یه بار دقت کنین، خود توهی که هست ما نوشتیم، یه بار دیگه خود مجموعه آ هم هست، یه بارم وقتی مجموعه هست خود این آرم جزء این چیه محسوب میشه، یعنی خود آم اینجا یه دونه دیگه هستش، پس یه دونه هم خود مجموعه آه. یه دونه دیگه خود این آ و توهیه که دقت کنیم من اینجا نوشتم، یه دونه دیگه خود این مجموعه آ و توهیه، یه دونه خود این آ و توهیه، خب یه دونه هم آ و آه مجموعه آه، این هم نوشتم، یه دونه هم خود ستاییشه که اینجا نوشتیم. خب چند تا عضو این هستن؟ سه تا، یعنی دو به توان سه تا زیر مجموعه میتونه داشته باشه، پس اونجا دو به توان سه میشد 8 تا که 8 تا زیر مجموعه داشت. پس من نتیجه گیری خیلی مهمی میکنم، مجموعه همه زیر مجموعه های آ بهش میگن مجموعه توانی آ، با پی آ نمایشش میدم. بچه ها این پی آ رو اشتباه با احتمال نگیرین، چون میریم جلوتر یه مبحثی داریم اسم احتمال با پی آ که توی ریاضی دهم هم یه اشارهی بهش کردیم. اینجا پی آ یعنی مجموعه توانی آ. خب حالا داره میگه که اگر آ ان تا عضو داشته باشه، در این صورت پی آ دو به توان ان تا عضو داره. اگر آ زیر مجموعی از ب باشه به طوری که آ مساوی ب نشه، آنگاه آ رو بهش میگم. ببین این خیلی نکته مهمیه، داره به من میگه آ زیر مجموعی از اون مجموعه ب من باشه، آ برابر ب هم نباشه، اصطلاحاً آ رو بهش میگن زیر مجموعی محض یا سره ب. خب پس مجموعه محض یا سره چه مجموعه‌ایه؟ مجموعه‌ای هستش که آ یه مجموعه زیر مجموعه اونه که مجموعه باشه و این دو مجموعه به هیچ وجه با یکدیگر برابر نباشن. اصطلاحاً به این مجموعه بهش میگن در ریاضیات و آمار و احتمال مجموعه محض یا سره. خب پس اینم نکات مهم که یاد گرفتم، یه مجموعه توانی یه مجموعه محض یا سره. سوال دقت کنید، میگه مجموعه متناهی آ را در نظر بگیرید، اگر دو عضو به اعضای آ اضافه کنیم تعداد زیر مجموعه آن 48 واحد افزایش می‌یابد. مشخص کنید آ چند تا زیر مجموعه داره. خب بچه ها میخوام یه حل فارسیواری از این مسئله بریم تا بریم روی ریاضیش بتونیم این رو براتون کامل توضیح بدیم. خب حلش رو دقت کنیم بچه ها، این مجموعه من میتونم نتیجه گیری کنم که انتا عضو داره، این اولی مرحله. هر مجموعه ای تعداد زیر مجموعه هاش دو به توان n،
این نتیجه گیری مهم دوم منه. پس من از این جمله اول تونستم این نتیجه ها رو چیه بگیرم. بریم رو قسمت بعدی. میگه اگر دو عضو به اعضای آ اضافه کنیم، تعداد زیر مجموعه های آن 48 واحد افزایش پیدا میکنه. خب بچه ها داره میگه دو عضو به اعضای این مجموعه ها اضافه بشه، خب در این صورت تعداد زیر مجموعه ها 48 واحد افزایش پیدا میکنه. خب آقا تعداد زیر مجموعه ها 2 به توان n، میگه 48 واحد بهش اضافه کن میشه 2 به توان n به علاوه 48. خب یه نتیجه گیری، وقتی ما دو عضو به اعضای آ اضافه میکنیم، تعداد زیر مجموعه هاش هم داره تغییر میکنه. پس یعنی تعداد زیر مجموعه های من میشه 2 به توان n به علاوه 2، یعنی دو عضو به این اعضای آ چی میشه؟ اضافه میشه. پس یعنی میشه 2 به توان n به علاوه 2. خب حالا بریم تو حل ریاضیش. آقا 2 به توان n به علاوه 48 مساوی 2 به توان n به علاوه 2. خب اینجا اتفاقی که رخ میده، قانون توانها، توانا جمع شده با هم، پس میتونیم بازش کنیم ضرب بوده، یعنی پایه ها برابر بوده، توانا جمع میشه، میشه 2 به توان n ضرب در 2 به توان 2. خب حالا 2 به توان n به علاوه 48 مساوی آقا 2 به توان 2 4 ضرب در 2 به توان n. این تا اینجا. مرحله بعدی 4 ضرب در 2 به توان n، این 2 به توان n میاد این و میشه منهای 2 به توان n، از این کم میشه مساوی 48. آقا من 4 تا 2 به توان n دارم، دارم یه دونه 2 به توان n ازش کم میکنم، پس قطعا میمونه 3 تا 2 به توان n مساوی 48. یه مجهول دارم اینجا، دو به توان n، سه توش ضرب شده، بیاد این و تقسیم میشه، دو به توان n میشه 48 سوم که میشه 16. آقا دو به توان n وقتی مساوی 16، 16 هم یعنی دو به توان 4، پایه ها برابر، توان مساوی هم، پس n میشه مساوی چند بچه ها؟ 4. پس من میتونم نتیجه بگیرم که این مجموعه من یک مجموعه چیه؟ 4 عضوی هستش. این یکی از مهمترین سوالات چیه؟ این بخش و کتاب. خب مبحثی که داریم مبحث بسیار مهمیه، افراز یک مجموعه. فعالیت رو دقت کنیم بچه ها. یه مجموعه دارم به اسم A, B و C، اعضاش A, B و C. میگه تمام زیر مجموعه های A به غیر از توهی رو بیاین بنویسید. خب آقا همه اعضا به غیر از توهی رو بیاییم بنویسیم، یه دونش خود مجموعه آ، مجموعه بی، مجموعه سیه، یه دونه مجموعه آ و بیه، یکی مجموعه آ و سیه، یکی مجموعه بی و سیه، یکی هم خود مجموعه سه و زیه است. هر مجموعه زیر مجموعه خودش محسوب میشه، توهی هم که گفته ننویسیم. خب سوال دوم، از بین زیر مجموعه های ناتوهی آ، یعنی اینه که توهی جزش نیست که در بالا نوشتی، دو زیر مجموعه چنان در نظر بگیرید که اشتراک نداشته باشه، اجتماعشون برابر آ بشه. میگه با هم دیگه اشتراک نداشته باشه، اجتماعشون بشه برابر آ. نگاه کن، اول اینکه اشتراکی نداشته باشن، الان مجموعه آ و بی با سی اشتراکی با هم دیگه ندارن، عضوای مشترک ندارن، و اجتماعشون هم میشه آ و بی و سی، میشه خود مجموعه چی؟ آ. یعنی اعضا رو به این صورت چیه؟ انتخاب کنی. سوال سه، همه جوابهای ممکن برای قسمت قبل را به دست آورید، یعنی همه حالتهایی که اشتراک نداشته باشن دوتا، اجتماعشون بشه آ. خب کاملا مشخصه، حالت اول که این بود، حالت دوم میشه مجموعه آ و سی، خود بیه تک و عضوی که اشتراک ندارن، اجتماعشون هم میشه آ و بی و سی که خود مجموعه آ است. یه دونم اون بی و سیه و آ هستش. تمام. سوال چهار داره میگه آیا میتوان سه زیر مجموعه در قسمت یک چنان یافت که اشتراک دو به دوی آنها توهی باشد و اجتماع آنها برابر آشه. یعنی داره میگه دو به دو اشتراک ها، اشتراک دو به دو توهی، اجتماع ها برابر آ. دقت کن، همچین حالتی داریم دیگه، دقیقا آ و بی و سی. ببین اینا اشتراک دو به دوشون توهیه، آ و بی با هم اشتراکی نداره، بی و سی نداره، آ و سی هم اشتراکی نداره، اجتماعشون هم میشه آ و بی و سی که خود مجموعه چیه؟
آ هستش. بچه کار در کلاس دقت کنید. گفته مجموعه های آ مساوی 1, 2, 3 الی 9 را در نظر بگیرید. کدام یک از حالت های زیر یک افراز برای آ محسوب می شود؟ خب بچه ها اولی رو دقت کنید. 1, 3, 5, 2, 6, 4, 8, 9. خب چجوریه آقا من دارم میگم این افراز نمیشه؟ چون عدد 7 شامل اینا نیست، چون باید یکی از شرطه افراز میریم جلوتر میگیم باید همه اجتماع اینا بشه مجموعه آه، 7 نیست پس افراز نیست. خب حالا دور نگاه کنید. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9 میگه این افراز هست یا نه؟ باز میگم نه، چون اشتراک 2 به 2 باید تو افرازا تهی بشه، این 2 به 2 اینا تهی نمیشه پس اینم افراز نیست. مجموعه 3 رو نگاه کن. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 7, 9 میگم این افراز زیرا هر 3 تا شرط رو داره. آقا اشتراک 2 به 2 تهی و خود مجموعه ها هر مجموعه زیر مجموعه اونیکی باشه پس همه این شرایط رو داره، این افراز هست. نگاه کن اشتراک 2 به 2 اینا اشتراکی ندارن، توهی. اشتراک 2 به 2 توهی، اشتراک 2 به 2 توهی محسوب میشه. خب پس این شرایط هست، همه اینها هم خودمون مجموعه آره به من میده. خب بچه ها پس 3 تا شرط مهم داره افراز یک مجموعه. 3 تا شرط مهمش چیه؟ میگم به ازای آی بین 1 تا n آی توهی نشه، پس میگم توهی نباید بشه اول، پس توهی جز اینها محسوب نمیشه. یادت باشه توی کار در کلاس شروع کردم حل کردم گفتم توهی جزشون محسوب نشود. 2 به ازای آی و جیا، آی با جیا برابر نباشه، اشتراکا توهی، اشتراک جفت مجموعه ها توهی. دیدی که با هم دیگه بررسی کردیم. شرط سوم، اجتماع آی 1 تا آن باید بشه خود مجموعه آ. بچه ها پس این 3 تا شرط مهمه که من فارسیوار میخوام اینا رو چیکار کنم براتون اینجا بنویسم. اول از همه این شرط 1, شرط 2 و شرط 3. بچه ها پس افراز یک مجموعه شرط اولش به این صورت هستش که خود اون مجموعه آی من توهی نباید باشه، پس یعنی توهی محسوب نمیگردد. خب این اولین شرطه. دومی شرطی که ما داریم به این صورته که آقا اشتراک این دو مجموعه ها 2 به 2 باید توهی باشه، پس اشتراک 2 به 2 مجموعه ها توهی باشد. اینم شرط دوم من. شرط سوم من اینه که اجتماع همه مجموعه ها بشه خود اون مجموعه، پس اجتماع بهتر اینه که بگم تمام اون زیر مجموعه ها خود مجموعه اصلی بشود. تمام. پس اینا میشن 3 تا شرط مهم چی؟ افراز یک مجموعه که کامل براتون چیه؟ توضیح دادی. خب حالا دقت کنید، این خودش یه نمایی هست شکل که خود A1 A2 همه اینها رو توی اینها در نظر میگیرن، یعنی خودشون هر کدوم زیر مجموعه از اونه که چی هست بچه ها محسوب میشه. خب بریم رو تعریف زیر مجموعه به کمک نمادهای ریاضی. ببینید چی داره میگه. میگه فرض کنید A و B 2 تا مجموعه باشن به طوری که هر عضو A عضوی از B باشه. در این صورت A رو زیر مجموعه B میگن، یعنی میگن A زیر مجموعه از اون B چیه بچه ها محسوب میشه. اگر عضوی در A وجود داشته باشه به طوری که اون عضو تو B نباشه، در این صورت A زیر مجموعه از B نیست و می نویسیم که آ زیر مجموعه از اون بیه محسوب نمی شود. خب حالا با استفاده از نمادهای ریاضی می خوام تعریف کنم. این یعنی آ زیر مجموعه از بیه، خط می کشم روش، یعنی آ زیر مجموعه از بی نیستش. حالا به صورت زیر اینها رو ما میایم نمایش میدیم، نمادهای ریاضی رو خوندیم. آ زیر مجموعه از بی باشه یعنی به ازای هر ایکسی که هست اون ایکس عضو آ باشه، آنگاه اون x عضو b
قرار بگیره. این یعنی زیر مجموعه از اونی که چیه محسوب میشه. انگاری که این فرض این حکمه. میخوام به این برسم. حالا میگم آن زیر مجموعه از به نباشه. بچه ها وقتی میگم زیر مجموعه نباشه یعنی وجود دارد یه ایکسی که حتما ایکس عضو آه و ترکیب عطفی ایکس عضو به نمیشه. یعنی که آ زیر مجموعه به نیست، یعنی ایکس عضو به دیگه محسوب نمیشه. این دوتا تعریف مهم ریاضی چیه؟ زیر مجموعه بودن و زیر مجموعه نبودنه. بچه ها پس اصطلاحاً وقتی من میگم آ زیر مجموعه از ب باشه یعنی این زیر مجموعه بودن، وقتی میگم آ زیر مجموعه از ب نباشه یعنی این زیر مجموعه نبودن. خب پس این دوتا تعریف مهم به کمک چی نمادهای ریاضی هست. خب بچه ها دقت کنی، یه مبحثی داریم به اسم روش عضوگیری دلخواه. این روش چی هستش بچه ها؟ ما میخوایم ثابت کنیم آ زیر مجموعه از بیه، یعنی اعضای مجموعه آبه تو دسترس نباشن، یعنی کافیه هر ایکسی که عضو آه رو به ایکس عضو بیه چیه ربطش بدیم. یعنی این که ما میخوام ثابت کنم آ زیر مجموعه بیه. خب وقتی میخوام اثبات کنم این زیر مجموعه بودن دوتا مجموعه رو، من باید بیام با توجه به روش عضوگیری دلخواه اینا رو چیکار کنم؟ ثابت کنم. اینا یک سری ویژگی ها داره در کتاب درسی اومده که ما تک تک ویژگی ها رو میگیم و اثبات میکنیم. ویژگی اول، فرض کنیم A و B و C سه مجموعه با مجموعه مرجع چی باشن؟ U باشن. به طوری که آ زیر مجموعه از B و B زیر مجموعه از C باشه، میخوام ثابت کنم که آ زیر مجموعه از چیه بچه ها؟ C هستش. بسیار ویژگی مهم و اثباتش رو فقط به من دقت کنی که خیلی ساده است. آقا میخوام ثابت کنم آ زیر مجموعه Cه. خب وقتی میگه آ زیر مجموعه C تعریفش، تعریف زیر مجموعه بودن، به ازای هر ایکسایی که داریم ایکس عضو آ باشه، آنگاه ایکس عضو چی باشه؟ سی باشه. خب این اولیه. پس برای این منظور از فرضا من باید ثابت کنم به زیر مجموعه سی و آ زیر مجموعه بیه. خب حالا نگاه کن، یه مجموعه مرجع یو دارم، یه مجموعه آی دارم زیر مجموعه از بیه، بیه خود زیر مجموعه سی، میخوام بگم این آی زیر مجموعه از اون بیه کل اون چیه؟ محسوب بشه. پس آ زیر مجموعه بی، بی زیر مجموعه سی، من میخوام ثابت کنم آی زیر مجموعه از مجموعه کلی من سی خواهد بود. خب بریم توی تعریف ببینیم چی میگه. آقا میخوام اول آ زیر مجموعه بودن بی رو اثبات کنم. میگم به ازای هر ایکس عضو آ، آنگاه ایکس عضو ب اگه آ زیر مجموعه بی باشه. حالا اگه ب زیر مجموعه سی باشه، ایکس عضو ب، آنگاه ایکس عضو سی. خب یه نتیجه خیلی مهم میگیرم. وقتی اولی با دومیه رابطه داره، دومی با سومی، حتما اولی با سومی چیه؟ در ارتباط خواهد بود. پس در نتیجه هر ایکسی که عضو آ باشه، آنگاه ایکس حتما عضو سی هست و در نتیجه میتونم نتیجه بگیرم که آ زیر مجموعه از چیه بچه ها؟ سی هستش. که سوال بسیار مهمیه، ویژگی بسیار مهمی هم هستش که اینم اثباتش به این صورت. خب بچه ها تو ادامه کار ویژگی اولی که کامل اثبات کردیم، بریم رو ویژگی دوم ببینیم به چه صورتی هستش. فرض کنید که آب دو تا مجموعه با مجموعه مرجع چی هم بچه ها؟ یو باشند و آ زیر مجموعه به ثابت کنید به پریم زیر مجموعه ای از آپریمه. میگه آپریم و بپریم به ترتیب مجموعه های چی هستن؟ متمم مجموعه های آب محسوب میشه. خب آقا قبل از اثبات بیایم یه تعریفی از متمم یک مجموعه برای شما چیه ارائه بدیم. آقا متمم یک مجموعه چیه؟ ما فرض کنیم یه آ یه مجموعه ای باشه با مجموعه مرجع یو. مجموعه آ برابر با مجموعه از اعضای یو که متعلق به آ نباشن، یعنی خود آ رو شامل نشند، که با آ پریم چیه نمایش میدن. شکل رو دقت کن، یه مجموعه دارم مثل مجموعه مرجع U، این مجموعه آه، میگم همه اعضایی که توی آ نباشن یعنی بیرونش باشن میشه چی؟ آپریم. حالا تا
تعریف آپریم متمم یک مجموعه اینه که ایکسا عضو اون یوه باشن مجموعه مرجعه، به طوری که ایکسا عضو آ نباشن، یعنی خود مجموعه آ رو شامل نشن. این میشه تعریف متمم یک مجموعه. خب بریم سر اثباتمون. آقا داره میگه از این تعریفه من میتونم نتیجه بگیرم x عضو آ باشه آنگاه x عضو آپریم نیست. آقا اگه x عضو آپریم نباشه میتونم نتیجه بگیرم x عضو آه. خب یعنی این تعریفیه که من میتونم از اینجا نتیجه گیری رو برای خودم چیه؟ انجام بدم. خب حالا دقت کنی اثبات ما چیو میگه؟ اثبات به من اینو میگه که ب پریم زیر مجموعه آپریم باشه باید نشون بدیم که x عضو ب پریم باشه آنگاه x عضو آپریمه. خب حالا اینجا نگاه کن، به ازای x هایی که من دارم اگه x عضو ب پریم باشه میتونم نتیجه بگیرم x عضو ب نیست، پس اگه آ زیر مجموعه ب باشه یعنی x عضو آ هم نیست، چون میگم عضو این نباشه، پس یعنی حتما x عضو چیه؟ آپریمه. پس یعنی من از اینجا نتیجه گیری کلی که کردم به این صورته، وقتی میگم x عضو b پریم نی یعنی x عضو b نیست، آقا اگه a زیر مجموعه از b یعنی x عضو a نیست چون عضو b قطعا نیست، پس یعنی x عضو چیه؟ a پریمه. حالا ما نتیجه گیری کلی که میتونم انجام بدم، آقا عضو اولی دومی، اولی دومی یعنی حالتی که داره اولی با دومی، دومی با سومی، اول حتما اولی با سومی رابطه، یعنی و x عضو b پریم باشه x عضو چی هستش؟ a پریم هم قطعا خواهد بود. پس یعنی از اینجا به این ارتباطش کاملا چیه؟ مشخص. پس x عضو b پریم باشه آنگاه x عضو a پریم هستش که ما میتونیم نتیجه بگیریم که حتما این b پریم من زیر مجموعه از این آپریم من هست و این چیه؟ برقراره. پس با تعریف متمم یک مجموعه ویژگی دوم رو خیلی راحت اومدیم چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. خب ویژگی مهمه، ویژگی سومی که ما داریم اینجا میگه که برای هر مجموعه دلخواه مانند آ با مجموعه مرجع یو ثابت کنید توهی زیر مجموعه ای از چیه؟ آ هستش. خب بچه ها قشنگ شمای مسئله رو بیاییم باز کنیم ببینیم چی داره میگه. داره به من میگه ثابت کن توهی زیر مجموعه آه، توهی زیر مجموعه هر مجموعه محسوب میشه. خب ارزش این گزاره رو بیاییم نماد ریاضی بنویسیم، یعنی به ازای هر ایکسایی که هست ایکسا عضو توهی باشه آنگاه ایکسا عضو آ باشه، پس یعنی این برقراره. پس یعنی من میتونم بگم همواره این درسته، این چیزیه که برقراره. اگه x عضو توهی باشه میتونم بگم x عضو آ، چون توهی زیر مجموعه هر مجموعه ای هست. آقا بیایم بر اساس ارزش گزاره ها که خوندیم اینو اثباتش کنیم. خب آقا این گزاره قبول داری که شرطیه؟ یه طرف هم هست شرطیه، دو شرطی محسوب نمیشه چون دوتا فلشی نداره. پس این شرطیه، یعنی ارزش مقدمی که داره چیه؟ میگه ارزش مقدم x عضو توهیه. آقا x عضو توهی غلطه. خب پس به انتفاع مقدم ارزش گزاره درسته. آقا این وقتی نادرسته این درسته، تو شرطی حکم وقتی درسته جواب کل من چی میشه؟ درست میشه. پس به انتفاع مقدم اصطلاحاً میگفتیم که این گزاره من چیه؟ همواره درسته. پس من میتونم نتیجه بگیرم توهی زیر مجموعه از آ چیه بچه ها؟ محسوب میشه. این کار در کلاس رو میگه برای مجموعه های آبه ما مجموعه مرجع یو ثابت کنید آ زیر مجموعه از آ اجتماع ب. خب آقا من میدونم به ازای هر x من x عضو a باشه آنگاه x عضو a یا x عضو b. من اومدم اینو باز کردم، پس اینو من باز کردم، این یعنی اینجا a اجتماع b، یعنی این مفهومی که اینجا نوشت. خب حالا اتفاقی که داره رخ میده x عضو چیه؟ کل آ اجتماع ب، یعنی این چیزی که ما میخواییم اثبات کنیم. خب حالا بریم ببینیم چی شد.
آقا دارم میگم x عضو این باشه، این حالت برقرار x عضو اینه، پس یعنی x عضو آ باشه، آنگاه x عضو آ اجتماع چیه؟ ب هستش. و خیلی راحت من میتونم بگم حتما این مجموعه آی من زیر مجموعی از کل آ اجتماع ب من چیه؟ محسوب میشه. خب میگه حالا درستی استدلالمونو بیایم توضیح بدیم، ببینیم به چه علت این درسته. فقط دقت کن، روش اولی که داریم و براتون آوردیم ببینیم به چه صورتی هست. میگم عمل اجتماع بین دو مجموعه، اجتماع بحث از اجتماع، یعنی هیچ کدوم از دو مجموعه رو کوچیک‌تر نمی‌کنه. اجتماع یعنی کل. خب پس به این معنیه که اگر آ رو با هر مجموعه دلخواه دیگه ای مثل بی اجتماع بدیم، مجموعه حاصل نه تنها عضوهای آ رو شامل میشه، بلکه تعداد عضوهای جدیدی از بی هم بهش نیز اضافه میشه. این مجموعه میشه اجتماع دو تا مجموعه. پس اگر x عضوی از آ باشه، در این صورت x عضو اجتماع آ با هر مجموعه دلخواه دیگری مثل بی هم خواهد بود، یعنی یه مجموعه جدیدی که بهش اضافه بشه. پس x عضو آ بی مجموعه دلخواه، x عضو آ اجتماع چیه؟ بی هستش. خب آقا از طرفی با تعریف زیر مجموعه بودم، من میتونم بگم این آ زیر مجموعه از آ اجتماع بی هستش. میشه اثبات درست این استدلالش که به چه علتی اینها اثباتشون چیه درست هستش. حالا روش دوم با توجه به روش گزاره هاست که تو درس یک کامل در موردش توضیح دادیم. چی میگفتیم اونجا؟ گفتیم آقا گزاره ترکیبی داریم به اسم ترکیب فصلی دوتا گزاره. ترکیب فصلی گفتیم فصل یعنی میگه فصل تابستان پاییز، یعنی جدا از هم، یعنی این یا این، یعنی دوتا رو جدا دارم میکنم. پس پی یا کیو به این صورت با هفت نشون میده این ترکیب فصلی. چه موقعی درسته بچه ها؟ موقعی این درست بود که حداقل یکی از گزاره های پی یا کیو درست باشه. با جدول گزاره ها کامل اینها رو چیه؟ توضیح داد. حالا توجه کنیم تمام درستی اثبات بالا در واقع به درستی چه گزاره ایه؟ درستی گزاره اینه که به ازای ایکسایی که عضو آه، حتما ایکس عضو آ یا ایکس عضو چی باشه بچه ها؟ بی باشه. خب یعنی به این شرایط بستگی داره. این شرایط چه شرایطی بود؟ این شرایط همون آ زیر مجموعی از این آ اجتماع به. خب حالا بیایم برای اثبات درستی این گزاره توضیح بدیم ببینیم به چه علتی هستش. خب آقا گزاره گزاره چیه؟ شرطیه. میدونم اینجا گزاره گزاره شرطی محسوب میشه برای من، چون گزاره شرطیه پس میگم پی آنگاه کیو یا آر، مجموعه اضافه شده دیگه. خب یه گزاره شرطیه. آقا ما درست بودنشو میدونیم که حداقل باید یکی از اینا درست باشه. حالا چه موقعی این نادرسته؟ چه موقعی این نادرست بود؟ موقعی که این درست باشه و این نادرست باشه. چون گفتیم تو گزاره شرطی شرط بر اینه که حکممون برقرار باشه، یعنی حکممون حتما نادرست باشه، این عبارته چیه؟ نادرست خواهد. خب حالا ما پیو که بیان میکنیم x عضو دلخواهی از این آه. آقا چون فرضمون بر اینه که تو مورد اعضای آ داریم صحبت میکنیم، پس یعنی پیه درسته. آقا کیو به من میگه x عضو آه، یعنی کیو هم درسته. پس کیو یا آر یعنی همواره درسته. آره برای من زیاد اهمیتی نداره، بین دوتا مجموعه دارم اینو بررسی میکنم، پس این یه گزاره کلن درسته. درسته که جواب من نادرست محسوب میشه، ولی کل گزاره گزاره درستیه. پس یعنی این مجموعه ای که ما اثبات کردیم آ زیر مجموعه از آ اجتماع ب باشه، کاملا با توجه به این روش دوم میتونیم بگیم که اثبات چی هستش؟ درستی هستش. خب سوال دو رو دقت کنید. میگه فرض کنیم آ و بی و سی و دی چهار مجموعه با مجموعه مرجع چی باشن؟ یو باشن. میگه ثابت کنید اگر آ زیر مجموعه ب و سی زیر مجموعه د، آنگاه
آ اجتماع سی زیر مجموعی از بی اجتماع چیه؟ دیه. خب یعنی اینو میخوایم چیکار کنیم؟ ثابت کنیم، اثبات. حالا گفته جاهای خالی بیا پر کن ببین به چه صورتیه، شرایطیه که برای ما داره. خب آقا میگم به ازای هر ایکس، به طوری که ایکس هم عضو آ اجتماع سی باشه، یعنی فرض مسئله من باشه، خب توی جایی که دارم توی اون قسمتی که میخوام اثبات کنم اون فرضم، آقا ایکس عضو آ اجتماع سی باشه، من میگم ایکس عضو آ باشه آنگاه ایکس عضو ب یا زیر مجموعه بیه یا ایکس، یا ایکس عضو سی باشه ایکس عضو دیه، یعنی سی زیر مجموعه دیه. خب این دوتا رو میتونم از این نتیجه گیری کنم. خب حالا اینجا شرایطی که برای من پیش میاد حتما میتونم نتیجه بگیرم که ایکس هم عضو بی یا ایکس هم عضو دیه، یعنی این شرایط اینجا برای من چی میشه؟ برقرار میشه، یا داره، پس یا رو میارم، یعنی یا که میارم یعنی اشتباه، یعنی من ایکس هم عضو ب اجتماع چیه؟ دی هستش. خب اینا از اینجا تا اینجا چیه؟ نتیجه گیری کردم. حالا چی دارم اینجا؟ به ازای اون ایکس هایی که دارم اگه ایکس هم عضو آ اجتماع سی باشه آنگاه ایکس هم عضو ب اجتماع دیه. آقا ایکسای من عضو آ اجتماع سی باشه آ اجتماع سی آنگاه ایکسام عضو ب اجتماع چیه؟ دیه. خب این تعریف زیر مجموعه است، میگه یعنی این زیر مجموعه اینه، پس میتونم نتیجه بگیرم آ اجتماع سی زیر مجموعه از ب اجتماع چیه بچه ها؟ دی هستش، که خیلی راحت و ساده اومدم اینو چیکار کردم؟ اثبات کردم. خب فقط یه نتیجه گیری مهمی که کردم به این صورت بود، توی مسئله به من تو فرض یه آ زیر مجموعه بی و یه سی زیر مجموعه دی و یه فلشبک به من زده بود، یه به هم گفته بود که این مهمه از این نتیجه بگی، یعنی وقتی گفتم عضو آ اجتماع سی این فرضا رو داشتم از این آ زیر مجموعه بی سی زیر مجموعه دی اومدم اینو باز کردم ساختمش، پس دیگه خیلی ساده بود. وقتی آ زیر مجموعه بی باشه یعنی ایکسای من عضو آ آنگاه ایکسای من عضو بی، سی زیر مجموعه دی باشه یعنی ایکسای من عضو سی آنگاه ایکسای من عضو دی. آقا یا داره میاره دیگه، این وسطش داره میگه اجتماع باشه، یا میاره هفت، یا میاره هفت، تمام. یعنی خیلی ساده اومدم از این رو به راحتی چیکار کردم؟ اثبات کردم. خب سوال سه ببینیم چی میگه بچه ها. میگه که فرض کنیم A و B و C سه مجموعه با مجموعه مرجع چی باشن؟ U باشن. ثابت کنید اگر A زیر مجموعه از C و B زیر مجموعه از C آنگاه A اجتماع B زیر مجموعه از چیه بچه ها؟ C. راهنمایی کردن قسمت دوم استفاده کنیم. خب من اصلا کاری ندارم، به ازای هر X هایی که دارم X هم عضو A اجتماع Bه. خب من اینو میدونم، اگه ایکس ها عضو آ اجتماع بی باشه به من گفته آ زیر مجموعه سی، یعنی ایکس هم عضو آ آنگاه ایکس هم عضو سی، این میشه تعریف آ زیر مجموعه سی. میگه بی زیر مجموعه سی باشه یعنی ایکس هم عضو بی آنگاه ایکس هم عضو چی باشه؟ سی باشه، تمام. اینم میشه آ زیر مجموعه سی. حالا یا آورده چون اجتماعه، هفت میارم اجتماع، یعنی ایکس هم عضو آ اجتماع بی اینم که سیه، یعنی من میتونم نتیجه بگیرم که حتما ایکسای من اینجا عضو سی دیگه هست چون مشترک بین جفتشون. خب حالا نگاه کن، به ازای هر ایکسایی که دارم ایکس هم عضو آ اجتماع بی باشد آنگاه ایکس هم عضو چیه بچه ها؟ سیه. این رو من میدونم. خب وقتی من میدونم ایکس هم عضو آ اجتماع بیه آنگاه ایکس هم عضو سیه، یعنی آ اجتماع بیه زیر مجموعی از اون سی است، تمام. یعنی آ اجتماع بی زیر مجموعی از اون سیه چیه بچه ها؟ محسوب میشه، که اینو جلوی حکم مسئله برای من آورده بود و خیلی راحت هم اومدیم اینو چیکارش کردیم؟ اثباتش کردیم. خب بچه ها یه مبحث بسیار مهم به اسم دو مجموعه مساوی.
دو مجموعه مساوی در مجموعه ها چه مجموعه ای برای من محسوب میشه؟ آقا فرض میکنم آب دو مجموعه با مجموعه مرجع چی هستند؟ یو هستند. خب وقتی همچین شرایطی ها دارن، یعنی هر عضو آ عضوی از بیه، هر عضوی از آ عضوی از بی باشه، چه شرایطی رو برای من پیاده میکنه؟ یعنی اینکه آه یا زیر مجموعه بیه یا بیه زیر مجموعه از آه، یعنی اینا میتونن شرایطشون برقرار باشه. آقا پس آبی با هم مساوی هن. من میگم این مجموعه زیر مجموعه اینه، اینم زیر مجموعه اینه، یعنی این دوتا با هم حتما چی هن؟ برابره. پس شرط تساوی دو مجموعه چیه؟ آ با ب موقعی مساوی است که آ زیر مجموعه ب و ب زیر مجموعه آ باشه. خب این وقتی این شرط هم برقرار باشه، اینم برقراره. پس قطعاً دوتا مجموعه مساوی یه قضیه دو شرطی محسوب میشه که اینجا داریم میبینیم با دو شرطی چیه بیانش کردیم. پس اینو به خاطر داشته باشیم بچه ها، خیلی 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 مهمه. میگه آ مساوی ب موقعی دو مجموعه مساوی هن، آنگاه، یا بهتره اینو بگم، اگر و فقط اگر، چون دو شرطیه، آ زیر مجموعه بیه و بی هم زیر مجموعه آ هستش، پس اینم برقرار بود، حتما این دوتا مجموعه با هم دیگه چی هن؟ مساوی هستن. خب بریم ببینیم این کار در کلاس به ما چی میگه. کار در کلاس میگه فرض کنید آ مساوی مجموعه یک و دو، کدام یک از مجموعه های زیر با آ مساویه؟ با ذکر دلیل بیا اینو بیان کن. خب آقا الف گفته x عضو کیو، عضو عدد چی؟ گویا. خب اینو به من گفته x دو منهای 3x به علاوه 2 مساوی چیه؟ صفره. خب شرایطی که دارم، آقا دامنه متغیر مجموع اعداد گویا، تمام، گزاره نما گرفتم چیه؟ پی ایکس، ایکس دو منهای سه ایکس و علاوه دو مساوی صفر. آقا بیا حلش کن، ایکس دو منهای سه ایکس و علاوه دو مساوی صفره. معادله رو حل میکنم، دو تا عدد قبلا خوندم، یا تجزیه یا دلتا مربع کامل، هرچی ما تجزیه میگیم، دو تا عدد بگو ضرب دو جمع منهای سه، دو تا عدد منهای دو منهای یک ضرب منهای دو منهای یک مثبت دو جمعش منهای سه، پس میشه x منهای دو در x منهای یک مساوی صفر. آقا دو تا جواب به دست میاد یا نه؟ بله، یه x یک، یه دونه x دو، پس دو جواب برای x ها به دست اومد، یکی یک و یکی یه دونه دو، پس این b میشه مساوی p x، یعنی b من مجموع جواب گزار نمای من میشه یک و دو. خب چه شرایطی برقرار شد؟ میگه کدام یک از زیر مجموعه های زیر با مجموعه آ مساویه؟ خب دقیقا با مجموعه آ مساوی شد، این ازش یک و دوه، این هم ازش یک و دو هستش. قسمت ب، مجموعه x عضو R به طوری که x ها بین یک و دو بسته باشه. خب حل که نداره، دامنه متغیر من R مجموعه اعداد حقیقیه، فقط گزاره نمای من ایکساش بین یک تا دوه، یعنی اون پی ایکس همه. خب بین یک تا دو مجموعه آر اعداد حقیقه همه توانیام قبول، پس یعنی حتما بین یک تا دوه، چون من نمیتونم بدونم چه عددهای توان عددهای گویایی کسری بین اینها چیه قابل قبوله، چون اون عددهای کسری من نمیدونم چی هستش، ایکس من عضو یک تا دوه بسته است، یعنی اون بینش هم عددها هر چی که از کسری ها چیه قابل قبوله. خب پس این میشه پی ایکس من که اون گرفتم سی، مجموع جواب گزارنمای من یک و دو هستش. خب آقا ببینیم این دوتا مجموع مساوی هن، آی من یک و دوه، این سی من یک تا دوه، مثلا دارم میگم سه دوم توی آنی، گفتم کسری هم قبوله چون جواب گزارنمای من آره. خب وقتی آر باشه اون کسری ها هم قابل قبوله، خب عدد کسری که تو مجموعه آ نیست، آ یک و دوه، پس این دوتا مجموعه با هم دیگه مساوی محسوب نمیشن. پس بچه ها تفاوتو داشته باش، یه موقع هست میرسی به این که میگه آ مثل قسمت الف شد یک و دو، آقا دقیقا اعضاش یک و دوه با مجموعه اعضای آ برابره، ولی اینجا داری میگه بین یک تا دوه و عضو اعداد حقیقیه، اعداد حقیقی هم کسری ها قبوله، آقا این کسریه که جزء اعضای آ نیست، پس بنابراین این دوتا مجموعه مساوی محسوب نمی شوند.
خب قسمت P چی میگه؟ میگه مجموعه X عضو Q به طوری که 2X 2 به علاوه 3X به علاوه 1 مساوی چی باشه بچه ها؟ صفر باشه. خب آقا دامنه متغیر مجموعه Q میشه اعداد گویا. من اون 2X 2 به علاوه 3X به علاوه 1 رو میام گزارنما رو چیکار میکنم؟ حلش میکنم. خب مساوی صفر باشه بچه ها، با روش دلتا کامل میتونیم اونو حل کنیم. یه مرور کنیم روش دلتا رو یادتون بیاد. دلتا بودش به دو منهای 4 آز 3 دلتا. آقا بی من کدوم ضریب x 3 به توان 2 منهای 4 تا آ ضریب x 2 2 سی 1 میشه 9 منهای 8 میشه 1. آقا دلتا 1 بزرگتر از 0 دو تا جواب داره. دو تا جواب من منهای ب مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2 آ، منهای ب منهای 3 مثبت منفی رادیکال 1 تقسیم بر 2 تا، دو تا که میشه چی؟ 4 تا. منهای 3 به علاوه 1 منهای 2 4 رو میشه منهای 1 دوم. منهای 3 منهای 1 منهای 4 4 رو میشه منهای 1. پس بچه از اینجا به دست آورد، از دلتا اومدیم ریشه های اینو چیکار کردیم؟ حساب کردیم. پس این دو تا ریشهش به روش دلتا چیه؟ محاسبه شد. این مجموعه دی من میشه پی ایکس. حالا ببینیم این دوتا مجموعه برابرن. جواب گزارنما منهای 1 منهای 2 دوم. آقا مجموعه آی من 1 و 2 بود، پس با هم دیگه برابر نیستن. بریم قسمت ت. میگه مجموعه x عضو n به طوری که x بین 1 تا 2 بسته باشه. خب عضو n مجموعه جواب گزارنما اعداد طبیعی، یعنی از 1 تا مثبت بی نهایت. خب گزارنمای پی x من x بین 1 تا 2 چیه؟ بسته است. اینو به من داده. خب بین یک تا دوی بسته، یعنی فقط یک و دو قبوله، چون داریم یه مجموعه عدد طبیعی n. تمام، این پی ایکس منه، مجموعه جواب گزارنما یک و دو. آقا این با مجموعه آ برابره یا نه؟ یک تا دو دقیقا دو تا مجموعه با هم دیگه برابرن، پس آ با ای چیه؟ برابر خواهد. خب بچه ها اسلاید بعدی رو داشته باشیم. مثال رو دقت کنی، داره به ما میگه که فرض کنید A و B دو مجموعه و مجموعه مرجع U باشن. ثابت کنید A اشتراک B مساوی B اشتراک A. خاصیت جابجایی چیه بچه ها؟ اشتراک. خب بریم ببینیم چی داره میگه. اینو میخوام ثابت کنم ببینم به چه صورتیه. آقا A اشتراک B باشه زیر مجموعه B اشتراک A، اتفاق اولین شرط. دومی B اشتراک A زیر مجموعه از A اشتراک B، یعنی وقتی مجموعه ها مساوی هستن میتونم این نتیجه گیری رو بکنم. من گفتم اگر آ مساوی ب باشه تعریف دو مجموعه مساوی بود. آ زیر مجموعه ب و میتونیم بگیم ب زیر مجموعه چیه؟ ب زیر مجموعه آ. پس اینجا هم همین شرایط رو داره دیگه. یعنی الان آ اشتراک ب قطعاً میتونه زیر مجموعه از ب اشتراک آ باشه و ب اشتراک آ هم زیر مجموعه از آ اشتراک ب باشه. خب پس این شرایط جفت این شرطایی که تعریف دو تا مجموعه مساوی هستشون اینجا چیه؟ برقرار کردیم. خب اثبات اول داره میگه به ازای x ها که هست، x ها عضو چی باشه؟ آ اشتراک ب باشه. آنگاه x ها عضو چیه؟ آ اشتراک ب، یعنی x عضو آ و x ها عضو ب. علامت باه. خب حالا پس x ها عضو ب و x ها عضو آ، این تعریف زیر مجموعه، تعریف دو تا مجموعه چیه؟ مساوی هستش. خب حالا من اینجا وقتی و میارم یعنی اشتراک، یعنی میتونم بگم x عضو b اشتراک a هم هست و خیلی راحت میتونم اینو چیکارش کنم؟ اثباتش کنم. میشه خاصیت جابجایی که وجود داره. خب حالا به روش مشابه میتونم درستی رابطه دومم چیه نشون بدم. دقت کنیم به این مثال. میگه فرض کنین آ به دو مجموعه با مجموعه مرجع U هن. ثابت کنید اگر آ زیر مجموعه از B باشد، آنگاه آی منهای B مساویه چیه بچه ها؟ توهی هستش. خب اثبات اینو دقت کن. آقا آ منهای B، هرچی تو آه تو B نیست، یعنی X هم عضو Uه، به طوری که X هم عضو آ هست، X هم عضو B نیست، یعنی و X هم عضو B نیست. خب. یه چیز مشخص.
x عضو u باشه به طوری که x عضو b و x عضو b نباشه. یعنی این شرایط توهی داره برقرار میکنه. یعنی من اومدم توی این یه تیکه رو با توهی اومدم بررسی کردم. یعنی وقتی توهی میخواد باشه یعنی x باید عضو اون مجموعه باشه، x عضو اون مجموعه هم نباشه میشه توهی دیگه. خب شرایط رو برقرار کردیم، پس من میتونم بگم اینجا آمنهای به برقراره، آ هست ب نیست، اینجا هم که توهیه، پس آمنهای به برابر چیه؟ توهی هستش. یعنی خیلی ساده با دوتا گزاره نوشتم میتونم اثباتشو انجام بدم. خب تمرین رو دقت کنیم بچه ها، میگه مجموعه های زیر را که شامل شکلای هندسی تو صفن در نظر بگیرید. خب این مجموعه های شکلای هندسی تو صفن، آ ایکس به طوری که ایکس یه چهارضلعی باشه، بی ایکس به طوری که ایکس یه مستطیل باشه، مستطیل یه شرایطی برای خودش داره، سی مساوی ایکس به طوری که ایکس یه لوزی باشه، لوزی هم یه شرایطی برای خودش داره که تو هندسه خوندی، دی مساوی ایکس به طوری که ایکس یه دونه مربعه. خب آقا میخواد کدام یک از روابط زیر درسته با ذکر دلیل برامون بیان کنید. دی زیر مجموعی از سیه. آقا دی مربع از سی لوزی است. میخواد بگه هر مربعی زیر مجموعی از یه لوزی هست یا نه. مفهومش یعنی این. خب آقا هر مربعی یه لوزیه، پس هر عضوی از دی هم عضو اون مجموعه سیه هست. برای چه هر مربعی هر لوزیه؟ مربع چهار تا زیرش برابر لوزی دوتا روبرویا دو به دو با هم دیگه چی ان برابر، و هر مربعی میتونه یه لوزی باشه چون چهار تا زیرش با هم دیگه چیه برابر هستش. ب زیر مجموعه از دیه. بچه ب چیه؟ ب مستطیل دی مربعه. میگه مستطیل زیر مجموعه از مربعه. خب آقا این غلطه، هر مستطیلی مربع نیست. مستطیل ضلعای دو به دوشون با هم برابره، هر مستطیلی نمیتونه مربعی باشه که چهار تا زرش با هم برابره. برعکس میگفت این چی بودش؟ برقرار بود. پس من نمیتونم بگم به زیر مجموعی از دی قطعا نیستش. آ زیر مجموعی از ب باشه. بریم تو اسلاید قبلی، آ چهار زرعی کلن یه زیر مجموعی از گفته بود چی؟ دی باشه. خب یعنی یه دونه زیر مجموعی از دی باشه. بیمون چی بودش؟ مستطیله. یعنی اون چهار ضلعی زیر مجموعه یه مستطیله. خب این قطعا نادرسته. آقا چهار ضلعیه که برای من مشخص نیست. هر چهار ضلعی لزوما مستطیل نیست. امکان داره هر چهار ضلعی دیگه‌ای باشه که زیر مجموعه از مستطیله نباشه. پس اینم چیه بچه‌ها؟ برقرار نیستش. مثلا فرض کنین چهار ضلعیمون اینه. اصطلاحا ما به این چهار ضلعی‌ها میگیم چهار ضلعی‌های مقعر. یعنی اینا برقرار نیستش. مقعر میگیم، محدبم گفته بودیم که شرایطش با این چیه فرق میکنه. اگر این ضلع رو امتداد بدی، تو هندسه خوندین، تو امتداد این دوتا ضلع رو امتداد بدی، همه شکل بیفته یه طرف اون خط، اون محدبه. الان تو دو طرف خط افتاده، یه قسمتی از این شکل یه طرفش هم اون سمته. این چهار ضلع مقعره. هر چهار ضلع مقعر نمیتونه زیر مجموعه از این مستطیل باشه، چون مستطیل دو به دو با هم دیگه برابر است. این شکل نامفهومم هستش. ده زیر مجموعه از آه. آقا ده کلن مربع بود، آ اون چارزلیه بود. میگه هر مربعی زیر مجموعه یه چارزلیه. خب این درسته، هر مربعی میتونه یه چارزلی باشه چون چهار تا زلش با هم دیگه چیه برابره. این درسته. خب بریم سر سوال دوم. سوال دوم به من چی میگه؟ میگه فرض کنید آ مساوی 1, 2, 3, 9 و بی مساوی 2, 4, 6, 8 و سی مساوی 1, 3, 5, 7, 9 و دی مساوی 3, 4, 5 و ای مساوی 3 و 5 باشد. در هر یک از حالتهای زیر مشخص کنید x میتواند کدام یک از این مجموعه ها چیه بچه ها باش. خب حالا ما بریم ببینیم شرایطمون به چه صورتیه. الف x و b عضو مشترکی ندارند. خب xمون میتونه کدوم یکی از این مجموعه باشه، bمونم 2, 4, 6, 8. خب آقا تو این حالت x میتونه چه مجموعه باشه؟ با این میگه اشتراکی نداشته باشه. 2, 4, 6, 8 بیام نگاه کنیم ببینیم با این اشتراک داره. 2, 4, 6, 8 جزء این نیست. 2, 4 جزء این هست، پس اینم محسوب نمیشه.
جزء این هم نیست، یا عضو این سی است یا عضو این دی است، یعنی با اینه، این میتونه مجموعه سی یا مجموعه ای باشه، چون میگه عضو مشترکی نداشته باشه. خب یعنی به اشتراک ای توهی بی، اشتراک سی هم قطعا چی میشه؟ توهی میشه. قسمت ب چی میگه؟ میگه ایکس زیر مجموعه آ باشه، ولی ایکس زیر مجموعه از سی چیه بچه ها؟ نباشه. خب الان اینجا شرایط برقراره به چه صورته؟ ایکس میتونه مجموعه بی یا مجموعه دی یا خود مجموعه آ باشه. ببین وقتی میگه زیر مجموعه آ باشه، خود مجموعه آ رو میتونه شامل باشه، ولی میگه ایکس عضو سی نیست. وقتی ایکس عضو سی نباشه، یا بیه یا دیه یا ایه. خب حالا من میگم عضو بی یا دی میتونه باشه، برای چه عضو ای نمیتونه باشه؟ چون ای من شامل چیه؟ 3 و 5 کامل، دیگه اینو شامل نخواهد شد. پی چی میگه؟ میگه ایکس زیر مجموعی از دیه، ولی ایکس زیر مجموعی از بی نباشد. خب آقا وقتی همچین حالتی باشه، یا مجموعه ایه یا خود مجموعه دی هستش. خود دیو که اینجا گفته، وقتی عضو بی هم نباشه، نگاه کنید، عضو بی یعنی 2 4 6 8 نباشه. 2 4 6 8 نباشه یعنی بقیه عددا هست. 1 میتونه باشه، میتونه 3 باشه، 5 میتونه باشه و عدد 7 هم میتونه شامل بشه با 9. خب پس یعنی عددا رو میتونه شامل بشه. اون مجموعه های انتخاب میکنیم که اشتراک رو نداشته باشه. الان نگاه کنیم میبینیم که مجموعه ای یکی از اون مجموعه ها چیه؟ محسوب میشه. خب خود دی هم همینطور. حالا ایکس عضو سی ولی ایکس عضو آ نباشه. خب در این حالت ایکسی وجود نداره. به خاطر چی بچه ها؟ چون تو اینجا یه فرض آوردم، تو حکمه میگم اصلا عضو آه نباشد، تو یه حکم دارم میگم عضو اون نباشه. خب ایکس اصلا وجود نداره، چون مجموعه های دیگه ای که داده شده زیر مجموعه های خود چی هن؟ آن آ خودشون مجموعه مرجع است، بزرگی است، نمیتونه که وجود زیر مجموعه نباشه اون ایکسه. پس یعنی این کلن ایکسی برای این نمیتونه وجود داشته باشه. پس تعریف من میشه ایکس زیر مجموعه از سی، آنگاه ایکس زیر مجموعه از آ باشه، یعنی سی زیر مجموعه از آ باشد. در این شرایط چی بودش؟ برقراره و میتونیم بگیم چیه؟ درست هستش. خب سوال سه، درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ذکر دلیل گفته چیه بچه ها؟ مشخص کنید. خب الف توهی مساوی مجموعه توهی. خب اینو بگیم با درستی، بگیم درست هست یا درست نیست. خب از نظر ما این مجموعه بچه ها چیه؟ این عبارتی که بیان کرده تساوی نادرسته. آقا دوتا مجموعه مساوی شرطشون این بود که حتما هر کدومشون زیر مجموعه از اون یکی باشه. یعنی الان خود توهی زیر مجموعه از مجموعه توهی باید باشه و زیر مجموعه توهی هم خودش باید زیر مجموعه از اون توهیه باشه. خب پس یعنی شرط ها باید برقرار باشه. شرط یک همواره برقراره، خود مجموعه توهی میتونه زیر مجموعه از این باشه و خود توهی هم میتونه زیر مجموعه از مجموعه توهی باشه. خب اما شرط دوم من در اینجا برقرار نیست. شرط دوم زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه یه عضوی داره، عضوش چیه؟ توهیه. تو مجموعه توهی خود توهی موجود نیست. پس چون شرط دوم برقرار نیست، دوتا مجموعه توهی و مجموعه توهی به هم دیگه چی هم بچه ها؟ مساوی نیستن. پس باید تمام شرط ها توی اون چیه؟ صدق کنن. خب بچه ها توی ادامه مسئله رو دقت کنید. تو قسمت ب میگه توهی زیر مجموعه ای از مجموعه چی محسوب میشه؟ توهی محسوب میشه. خب میخوام ببینیم درسته یا نه. خب توهی زیر مجموعه هر مجموعه هست، پس این مجموعه کاملا چیه؟ درسته، یه مجموعه دلخواهه. میگه توهی عضو مجموعه توهی نیست، این نادرسته. عضوش هست، عضو به شکل این داخل این مجموعه چیه؟ وجود داره. این یه مجموعه است، این یه مجموعه هستش،
حالا مهمی توی این مجموعه چیه؟ یه شکلی توهی وجود داره، پس این عضوش هست قطعا. خب پس این اینی که اینجا گفته عضوش نیست این نادرسته. اینجا ته چی میگه؟ ته میگه این مجموعه توهی و مجموعه خود توهی که عضو این مجموعه هست، عضو این محسوب بشه یا نه. ببینیم این شکلا اینجا هست یا نه. آقا این توهی اینجا هست، یه مجموعه توهی هم اینجا هست، پس دقیقا این درسته. مجموعه سمت راست عضوی به شکل این رو حتما چیه بچه ها؟ داره. خب سوال چهار، کدام یک از زیر مجموعه های زیر با هم چی هم بچه ها؟ مساوی هم. خب ابتدا هر مجموعه رو با ارزش میام چیکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. اول از همه آ مساوی ام عضو زد، قدر مطلق ام کوچکتر از دو. اینو میخوام حلش کنم، این گزاره نمام و اینم دامنه متغیر من که عضو چیه؟ زده، اعداد صحیح هستش. قدر مطلق ام کوچکتر از یه عدد باشه، اون عدد بین منفی مثبتمونه، یعنی بین منفی این عدد منهای دو و مثبت این عدد مثبت دو، یعنی پس ام بین منهای دو و مثبت دو قرار داره. خب آقا بین منهای دو مثبت دو خودش مساوی ندارن، عضو زد هم هستن، همه قبولن، منهای یک صفر یک چیه؟ قبوله. این شد اعضا. بیم میگه x عضو زد به طوری که x بتوانسته مساوی چیه بچه ها؟ xه. بریم گزاره نما پی x z دامنه متغیر. آقا x بتوانسته x رو میبرم اون ور میشه منهای x مساوی صفر. یه دونه x من میتونم چیکار کنم بچه ها؟ فاکتور بگیرم. از این x رو میمونه از این منهای یک مساوی صفر، x همون عضو زدن. یه بار x هم صفره، یه بار x توی منهای یک صفره، یعنی یه بار x هم میتونه اتحاد مزدوج کنم، x منهای یک در x به علاوه یک کنم، دو جواب به دست میاد، صفر، سه جواب، صفر منهای یک و یک، این سه تا جوابه، همشون هم عضو زد هستند. سی مساویه y عضو زد، y به توان دو کوچکتر مساوی دو y. گزاره نما پی y z دامنه متغیر. آقا دو y رو ببر اونور میشه y دو منهای دو y کوچکتر مساوی صفر. میگم از y فاکتور بگیر، کوچکتر مساوی صفر. یه تعیین علامت باید بکنی، بخاطر اینکه تعیین علامت حل نکنی من میام اینو شبیه اتحاد میکنم، یه یک به طرفین این نامساوی اضافه میکنم. خب دقت کن، یک رو اضافه کن میشه y2 منهای 2y به علاوه یک، کوچکتر مساوی صفر به علاوه یک میشه یک. آقا این میشه y منهای یک به توان دو اتحاده، کوچکتر مساوی یکه. خب پس شرایط آقا به توان دو کوچکتر از اینه، جذر بگیر قدر مطلق y منهای یک، جذر یک میشه یک، قدر مطلق یک چیزی کوچکتر از اونه، اون عبارت هر چی هست تو قدر مطلق بین منها مثبتشه، پس y منهای یک بین منهای یک و مثبت مثبت یک. خب منهای یک میره مثبت یک میشه صفر، میاد این ور میشه دو، یعنی پس y بین صفر و دو قرار داره، عضو زد هم هست، همه قبولن، صفر یک دو، پس اعضاش کامل چیه؟ مشخص شد. خب دی مساویه ام عضو زد، ام دو کوچکتر مساویه یک. آقا جذر بگیر، گزاره نماز زد دامنه متغیر، جذر ام دو رادیکال ام دو قدر مطلق ام، یکم یک، ام بین منفی مثبت اینه پس میشه بین منهای یک تا مثبت یک، عضو زد گفته همه قبول، منهای یک صفر یک قبوله، اعضای اینم چیه بچه ها؟ مشخص شد. ای ام عضو زد، ام به توان سه به علاوه دو، ام مساوی سه ام دو. خب آقا گزاره نما مشخص، ام سه بله به دو مساوی سه ام دو، زد دامنه متغیر. خب بهترین کار ممکن سه ام دو رو ببر اون طرف تساوی، میبرم اون طرف تساوی میشه ام سه بله به دو ام منهای سه ام دو مساوی صفر. خب آقا بیا از یه ام فاکتور بگی مشترک، از این ام دو میمونه، از این دو میمونه، از این منهای سه ام میمونه مساوی صفر. خب این یه اتحادی رو میتونه داشته باشه از تجزیه، دو عدد ضرب دو منهای سه منهای یک و منهای دو میشه ام منهای یک در ام منهای دو، یه ام هم که بیرون داریم مساوی صفر بذاریم، یه بار ام صفر، یه بار ام منهای یک مساوی صفر ام یک، یه بارم ام منهای دو مساوی صفر ام دو، پس صفر یک دو جوابه،
همشون هم عضو زد عدد صحیح محسوب میشه. خب این تساوی ها و چیه بچه ها؟ برقرارن. همه اینا رو که به دست آوردیم، مجموعه A، B و D با هم دیگه مساوی هن، چون اعضاشون دقیقا با هم دیگه چیه؟ برابر و یکی هستش. C و E هم با هم دیگه برابرن، چون اعضاشون با هم دیگه چیه؟ برابر. خب سوال 5، مثال هایی از مجموعه های دلخواه A و B و C بیاورید که برای آنها حکم های زیر چیه بچه ها؟ درست باشه. خب بچه ها داره به من میگه که اینجا A عضو C نیست و B عضو C و A هم عضو B. نگاه کن، من آ رو میگیرم مجموعه که یک شاملشه، بی رو میگیرم شامل یک و خود مجموعه یک، سی رو میگیرم یک و خود مجموعه یک و مجموعه یک. خب یعنی به این صورت چیه در نظر گرفتم. خب دقت کنی، میخوام بگم ببینم این حکم بالایی رو با این شرایط گفتم برقراره. بچه ها آ حتما زیر مجموعه از این هست، بله چون یک شامل این هست مجموعه یک. بی هم خودش زیر مجموعه از این محسوب میشه چون یک هستش، خود این مجموعه یک هم هستش. حالا میگه خود آ عضو سی نیست، راست میگه، خود این مجموعه یک به تنهایی اینجا نیست، این خودش یه مجموعه است که اون مجموعه یک شاملشه، پس این کاملا چی میشه؟ برقرار میشه. قسمت B میگه A بگو عضو C، B هم عضو C، A هم عضو B. یه جوری مثال بزنین شرایط باشه. A رو میگیرم یک، B رو مثل اون مجموعه قبلیه، C رو یه تغییرات میدم، یه مجموعه یک رو به اون قبلیه اضافه میکنم. خب نگاه کن، A الان حتما عضو این هست، B هم عضو این هست، همه اینا. الان اینجا A هم حتما این مجموعه یک اینجا چیه؟ در مشاهده میشه. پس بنابراین اینم چیه؟ درست. آ زیر مجموعه ب و آ عضو چی باشه بچه ها؟ ب باشه. خب آقا مجموعه آی من چیه؟ یکه. بی منو میگیرم یک و مجموعه یک. و حالا ببینم این شرایط برقرار نه، آقا آ حتما این مجموعه یک شامل اینجا هستش، آ هم میگه زیر مجموعه از بی باشه، یعنی حتما خود این یکه زیر مجموعه از این مجموعه هست چون شامل این عضو این هستش. پس اینم چیه بچه ها؟ برقرار. خب بریم سوال 6. میگه اگر دو عضو از مجموعه آ حذف کنیم، تعداد زیر مجموعه 384 واحد کم میشه. شبیهش رو حل کردیم. خب مجموعه آ چند زیر مجموعه داره؟ آقا تعداد زیر مجموعه ها 2 به توان n میشه. خب میگه دو تا عضو از این مجموعه حذف کنی، یعنی 2 به توان n منهای 2. خب از اون کم بشه چه شرایطی رخ میده؟ خب آقا کل زیر مجموعه 2 به توان n، میگه از این 2 به توان n منهای 2 کم کنیم، این عدد 384 واحد کم میشده، اون منها رو آوردم این ور شده به علاوه 384 تا. خب آقا شرایط رو نگاه کن، من میخوام اینو یه تغییراتی بدم، من میام این 2 به توان n منهای 2 رو میسم 2 به توان n منها 2 به توان n رو مینویسم 2 به توان n منهای 2 به علاوه 2، الان این 2 به منهای 2 اینگاری میره، اینجوری تغییر دادم. خب این میشه 2 به توان n منهای 2 ضرب در 2 به توان 2، طبق قانون توانا پایه ها برابر توانا جمع، این همونه. خب این تا اینجا آقا 2 به توان 2 4، 4 ضرب در 2 به توان n منهای 2 اولین چیزیه که من به دست آوردم. اوکی خب پس 2 به توان n مساوی 2 به توان n منهای 2 برای 384 تا رو این ورو رفتم ساختم شد این، این مساوی چیه؟ مساوی 2 به توان n منهای 2 برای 384 تا. خب حالا میام نگاه میکنم میبینم این ور با این ور 2 به توان n منهای 2 مشترکه، میام از تغییر متغیر حل میکنم، میگیرمش یه تی، تمام، کل 2 به توان n منهای 2 رو یه دونه تی چیه؟ فرض میکنم. خب شرایط رو نگاه کن، این تی باشه 4 ضرب در تی میشه 4 تی،
اینم تی باشه میشه تی به علاوه 384 تا. بیام اینا حل کنم، تی رو هولش بده اونور میشه 4 تی منهای تی میشه 3 تی مساوی 384 تا. پس تی من میشه 384 سوم میشه 128 تا. آقا تی به دست اومد، تی من چیه؟ 2 به توان n منهای 2. آقا تی من شده 128، یعنی 2 به توان n منهای 2 من مساوی 128. پس یعنی 2 به توان n منهای 2 من مساوی 128 شد. 128 میشه 2 به توان چند؟ 7. پس 2 به توان n منهای 2 مساوی 2 به توان 7. دو تا تساوی دو طرف پایه ها برابر، پس توان ها میتونه با هم دیگه مساوی باشه. پس n منهای 2 مساوی 7. پس n من چنده بچه ها؟ 9. پس 9 تا عضو این مجموعه چیه بچه ها؟ داره. سوال دقت کنی، سوال 7 رو میگه اگر a مساویه 2 و x به علاوه 2 y و 4 و b مساویه 4 و 5 و x منهای y باشه و a مساویه b باشد، در این صورت مقادیر x و y رو پیدا کنید. خب بچه ها وقتی میگه a مساویه b، یعنی a زیر مجموعه b، b هم زیر مجموعه a، یعنی هر چی تو a تو b باشه، b هم تو a باشه. خب پس بریم این شرایط برقرار کنیم ببینیم چیه. آقا یعنی همشون با هم برابر باشه، پس این 4 با 4 برابره، پس قطعاً یه بار این x منهای y با این 2 برابره که عدد این وده، یه بار هم x علاوه 2 y با 5 برابره. خب تمام، پس این دو تا شرط حتما چیه؟ برقراره. آقا حل دستگاه دو معادله دو مجهول. تمام، من میام یه کاری میکنم برای دو معادله دو مجهول، یه دونه منها تو این ضرب میکنم میشه منهای x، یه منها تو این میشه مثبت y، یه منها تو این میشه منهای 2y. آقا x با منهای x میره، 2y با y جمع بشه میشه 3y، 5 منهای 2 هم جمع بشه میشه مثبت چند؟ 3. پس یعنی از اینجا ایگرگ من میشود 1. آقا ایگرگ 1 شد، 1 رو بذار اینجا برم ور x میشه چند؟ 3. پس جواب x من 3، ایگرگ من هم چند بچه ها؟ 1. یکی از اینا رو با توجه به دو معادله مجهول گرفتم گذاشتم توی یکی از معادله ها، x رو چیکار کردم؟ حساب کردم. خب بریم یه چک کنیم دوتا مجموعه رو، ببین مجموعه ها رو نگاه کن، آی من مساویه 2، آقا ایکس من 3، ایگرگ هم 1، 3 به علاوه 2 اون 5 میشه، اونم میشه 4. بیم رو نگاه کن، بیم یه دونه 4 دارم یه دونه 5 دارم، ایکس 3 ایگرگ 1، 3 منهای 1 میشه چند؟ 2. الان نگاه کن 4 و 5 و 2، 2 و 5 و 4، این دوتا مجموعه قطعا با هم دیگه چی هم بچه ها؟ برابر هستند. خب سوال 8 رو نگاه کنید، میگه ثابت کنید برای مجموعه های A و B با مرجع U داریم آی منهای B زیر مجموعه از چیه؟ A هستش. خب آقا روش عضوگیری استفاده کنم، آی منهای B یه مجموعه‌ای که عضوش تو A هست، یعنی تو A باشه تو B نباشه، یعنی تو A هستن تو B هم که نیستم. حالا فرض میکنیم عضو دلخواهی از مجموعه آی منهای B باشه، یعنی به ازای ایکس عضو اون آی منهای B باشه. خب بیایم شرایط بررسی کنیم، A باشه و B نباشه، ما داریم همینو میگیم، پس حتما ایکس عضو چیه؟ A هست. داره میگه ایکس عضو A عضو B نباشه، حتما عضو A هستش. پس من میتونم از این نتیجه بگیرم آقا عضو A عضو B نیست، یعنی عضو A منهای B. با روش عضوگیری به این میگیم که تونستیم اینو راحت چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. پس حالا عضو A هم که هست، وقتی میگم عضو A منهای B یعنی عضو A هست. پس حالا ببین یعنی این تعریف چی بود بچه ها؟ یعنی خود این A منهای B اینجا الان آی منهای ب حتما یه زیر مجموعی از خود این آ چیه بچه ها؟ محسوب میشه و این شرایط چیه اینجا؟ برقرار. خب سوال 9 رو دقت کنید، میگه فرض کنیم آ و بی و سی سه مجموعه با مرجع یو باشن، ثابت کنید اگر آ زیر مجموعه ب باشد آنگاه آ اجتماعی سی زیر مجموعه از ب اجتماعی چیه؟ سی هستش. خب
آقا به ازای ایکس ها، ایکس ها عضو چی هن؟ اجتماع سی. خب پس من میتونم نتیجه بگیرم، حتما ایکس ها عضو آ هن. اگر آ زیر مجموعه بی باشه، ایکس ها عضو ب هن. خب حالا یا شرایط داره برقرار میشه، ایکس ها عضو سی باشند هم حتما اینجا وجود داره، پس ایکس ها عضو بی یا ایکس ها عضو سی هن. یعنی جزء اجتماعشون چیه؟ محسوب میشن. با دو تا تعریف خیلی ساده تونستیم به این برسیم. آقا اینم یعنی B اجتماع C، تمام. X عضو B اجتماع C هم. پس اون A اجتماع C، این B اجتماع C. از عضوگیری رسیدیم به این که زیر مجموعه هم دیگه چی هم قطعا محسوب میشن. پس یعنی من اینجا میگم به ازای X ها، X ها عضو A اجتماع C باشند، آنگاه X ها عضو B اجتماع C هم. پس یعنی حتما یا اجتماع C زیر مجموعی از B اجتماع C هم. که این تعریف چیه بچه ها؟ زیر مجموعه خواهد بود. A اشتراک C زیر مجموعه B اشتراک C. آقا A اشتراک C به ازای X ها، به ازای X هایی که اصلا X ها عضو A اشتراک C هم. پس یعنی حالا بیا تعریف رو بگو، یعنی X ها عضو A هم، آ زیر مجموعه ب باشه خودش گفته ایکس عضو ب هن. پس و ایکس عضو چی هن؟ سی هن. پس من از اینجا میتونم نتیجه بگیرم ایکس عضو بی و سی هن. خب یعنی عضو بی هستن، ایکس عضو سی هم هستن. پس و که دارم میگم یعنی اشتراک، عضو به اشتراک سی هم هستند، تمام. به ازای ایکس، ایکس عضو چی هن؟ حتما اون آ اشتراک سی چی هن؟ محسوب میشن. این تعریف زیر مجموعه بودنه. یعنی الان اینجا من میتونم بگم به اشتراک سی با اشتراک سی زیر مجموعه همدیگه هستن. پس آ اشتراک سی زیر مجموعی از چیه بچه ها؟ به اشتراک سی چیه؟ محسوب میشه. سوال ده، مجموعه های آ و بی و سی با مرجع یو در نظر بگیرید، ثابت کنید اگر آ زیر مجموعه ب، سی هم زیر مجموعه دی، آنگاه آ اشتراک سی زیر مجموعه ای از بی اشتراک چیه؟ دیه. آقا به ازای ایکس ها، ایکس عضو آ اشتراک سی، انگاری که فرضمه آ اشتراک سی از ایکس عضو آ زیر مجموعه به ایکس عضو ب. خب و ایکس ها هم عضو سی هن. پس از این من میتونم بگم حالا اگه سی زیر مجموعه دی باشه، ایکس ها عضو دی هن. خب حالا از این دوتا چه نتیجه میگیرم؟ آقا و آورده آ اشتراک سی به اشتراک دی، یعنی ایکس عضو ب، ایکس عضو د، تمام. پس یعنی ایکس عضو ب اشتراک دی هستند. آقا مگه اینجا هم نمیگه آ اشتراک سی عضوند؟ پس به ازای ایکس، ایکس عضو آ اشتراک سی هم و آورده دیگه، آنگاه ایکس ها عضو ب اشتراک دی هن. آقا این تعریف، تعریف زیر مجموعه است. آ اشتراک سی زیر مجموعه ای از ب اشتراک چیه بچه ها؟ دی هستش. که تعریف زیر مجموعه و اثبات چیزی که از همون تو صورت سوال خواسته. ب، آ اشتراک سی زیر مجموعه از ب اجتماع دی. آقا آ اشتراک سی من میدونم زیر مجموعه از ب اشتراک دیه، اثبات کردم اینو میدونم طبق الف. خب پس به ازای ایکسایی که ایکسا عضو به اشتراک دیان، بیایم شرایط رو باز کنیم ببینیم چه اتفاقی داره رخ میده. آقا ایکسا عضو به هن، اگه به زیر مجموعه از به اجتماع دی باشه، ایکسا عضو به اجتماع دی هن، اینو میدونم. و ایکسا هم عضو دی هن. حالا اگه دی زیر مجموعه ای از به اجتماع دی باشه، ایکسا عضو به اجتماع دی هم هستن. به اجتماع دی یه طرف قرار داره، تمام. حتما ایکس عضو به اجتماع دی هستن. پس به ازای اون ایکسایی که عضو ب و اشتراک دی هستن، من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که حتما ایکسای من وقتی جزء اشتراکشن، جزء اجتماع کلیش چیان؟ محسوب میشن. پس در نتیجه به اشتراک دی زیر مجموعی از به اجتماع چیه بچه ها؟ دی هستش. اینم دومیه که اینجا نتیجه گرفتم. یک و دارم، دورم دارم، آ اشتراک سی زیر مجموعه از به اشتراک دیه، به اشتراک دی زیر مجموعه از به اجتماع دیه، انگاری که این دوتا با هم برم. پس آ اشتراک سی زیر مجموعه از به اجتماع دیه و تمام. از یک و دو میتونم این نتیجه گیری رو بکنم و تمام.
بریم سوال 11. قسمت الف، فرض کنید آ زیر مجموعه توهی، ثابت کنید آ برابر توهیه. ببین بچه ها میگه آ زیر مجموعه توهی، بگو آ قشنگ توهیه، یعنی با هم برابرن. فقط دقت کن اثباتشو. آقا من میدونم توهی زیر مجموعه هر مجموعه ایه، پس توهی زیر مجموعه آه، اینو میدونم. پس از طرفی هم فرض سوال میگه آ زیر مجموعه توهیه. خب پس بچه ها میگه توهی زیر مجموعه آه، فرضم میگه آ زیر مجموعه توهیه. آقا دقیقا این تعریف دوتا مجموعه مساوی بود. وقتی یه مجموعه زیر مجموعه اون یکی باشه، اونم زیر مجموعه اون یکی باشه، قطعا اون دوتا با هم دیگه چی هم بچه ها؟ برابرن. پس راحت اینم چی شد؟ اثبات شد. حالا قسمت ب رو نگاه کنید. قسمت ب رو نگاه کنید. خب قسمت ب میگه که فرض کنید یو زیر مجموعه از آ، ثابت کنید آ با یو برابر. خب تمام، آقا من میدونم یه مجموعه کوچیکی مثل آ زیر مجموعه مجموعه جهانیم هست، هر مجموعه زیر مجموعه مرجعش هست. از طرفی هم فرض میگه یو زیر مجموعه آ، آقا آ زیر مجموعه یو، یو زیر مجموعه آ، تعریف مجموعه مساوی آ با یو برابر. تمام، اینم به این راحتی چی شد؟ اثبات شد. سوال 12. هرگاه آب دو مجموعه با مجموعه مرجع یو باشند و آ اشتراک به مساوی چی باشه بچه ها؟ توهی. در این صورت بیاین ثابت کنید. خب آقا الف به یه منهای آ گفته بگین مساوی چیه؟ به هستش. خب به یه منهای آ، به یه منهای آ رو من میگیرم به منهای آ اشتراک به، آ اشتراک به توهی باشه، به یه منهای آ رو به من انگاری داره میده. خب پس یعنی به منهای توهیه، یعنی جواب میشه به. خب یعنی این چیزیه که من اینجا میتونم این نتیجه بگم. چرا این کار کردم؟ این کاری که من انجام دادم بخاطر اینکه آی اشتراک به تو صورت سوال داده توهی، خیلی راحت میتونم به این برسم. یعنی هرچی که تو به باشه تو آ نباشه، یعنی فقط من آ با اشتراکش با به توهی میشه، تمام این توهی بشه به منهای توهی، هم جواب چنده؟ به هستش. به رو نگاه کن، میگه به زیر مجموعه ای از آپریمه. آقا به ازای ایکسایی که دارم، ایکسام عضو این به هستند، آنگاه خب یعنی شرایط داره چی برقرار میشه؟ آ اشتراک به رو میگه توهیه. وقتی آ اشتراک به توهیه، یعنی ایکسام عضو آ نیست، چون اشتراکش باید با این توهی گفته میشه، ایکسام عضو آ نیست. و این نتیجه گیری اول، وقتی عضو آ نباشه، عضو متمم آه، یعنی آ پریمه. خب پس یعنی ایکس عضو ب، آنگاه ایکس عضو آ پریمه. پس داره چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی این ب زیر مجموعی از آ پریمه. تمام، یعنی پس ب زیر مجموعی از چی قرار میگیره بچه ها؟ آ پریم قرار میگیره. سوال 13. فرض کنید x مساویه مجموعه A, B, C, D, E, F, G باشد. کدام یک از حالتهای زیر یک افراز برای x محسوب میشه؟ سه تا شرط. اول توهی، دوم اشتراک دو به دو توهی، سوم اجتماع همشون بشه خودمون مجموعه آه. تمام، بریم ببینیم چه اتفاقی داره رخ میده. الف A, C, E مجموعه B مجموعه D و G. خب آقا این افراز محسوب میگه نمیشه، به خاطر چی؟ باید اجتماع همه اینا بشه این، اصلا افی نداره تو اینا، بنابراین این افراز نیست. بی ای اف سی دی آی ای جی. خب الان نگاه کنید، اینم افراز نیست. برای چی؟ زیرا عضو ای تو دو تا مجموعه دیده میشه، این دوتا الان اشتراکشون باید توهی باشه. الان اشتراک این دوتا ایه توهی نیست، پس شرط دوم نداره تو افراز، براش برقرار نیست، اینم افراز محسوب نمیشه. قسمت پ میگه مجموعه دی و اف مجموعه سی مجموعه آ بی ای جی. آقا این افراز محسوب میشه. خب این یه دونه افراز برای ما محسوب میشه، هر سه تا شرط رو داره. نگاه کن، الان این با این دو به دو توهی، این با این اشتراکی نداره توهی، این دوتا هم اشتراکشون توهیه، کل این مجموعه ها هم توهی گفته در نظر نداشته باشیم، تو هیچ کدوم، تو هیچ کدوم هم توهی نیست. مجموعه آخرم باید بشه همون مجموعه آیه تو مسئله من،
A B C D E F G همشون هم اون مجموعه اصلیه رو به من میده، بنابراین این یه دونه افراز محسوب میشه. پس افراز باید هر سه شرطش رو با هم دیگه چیه؟ داشته باشد. قسمت T A B C D E F A B C D E F G یعنی این کل اون مجموعه آ است. آقا این افرازه، توهی که جزش نیست، هیچ مجموعه ای هم که نیستش که بخوایم بگیم با اشتراک 2 به 2 توهی باشه، خود اون مجموعه هم هست. پس توجه کنیم هر مجموعه ای که توهی جزش نیست یعنی ناتوهیه، برای خودش افراز محسوب می شود. اینو شما به یاد داشته باش همیشه. هر مجموعه ای که توهی جزش نیست یعنی ناتوهیه، برای خود اون مجموعه یه دونه افراز چیه؟ محسوب میشه. اگر آیه مجموعه ناتوهی باشه خودش برای خودش افرازه. یادتون باشه زیر مجموعه ها رو میخواستیم بنویسیم، میگفتیم هر مجموعه زیر مجموعه از خودشه، یعنی یه جوری افرازی از خودش چیه بچه ها؟ محسوب میشه. سه رو نگاه کن، مجموعه ای، مجموعه اف و جی، مجموعه دی، مجموعه بی و سی، مجموعه آ. خب آقا اینم افراز، هر سه تا شرط رو داره، آ بی سی دی ای اف جی همشون میشه آه، توهی جزشون نی. دو به دو نگاه کن، اشتراک توهی، اشتراک این دوتا توهی، اشتراکی نداره، این دوتا با هم دیگه اشتراکی نداره، این دوتا اشتراک توهی، این دوتا رو بگیر توهی، این دوتا رو بگیر توهی، هر کدوم امتحان کنی هم اشتراکشون توهیه. هر سه تا شرط برقرار، اینم یه دونه افراز برای مجموعه اصلی من چیه؟ محسوب میشه. بچه ها این درس دومم با تمارینش رو کامل براتون حل کردیم، به پایان رسید. انشالله با درس سه فصل اول در خدمتتون خواهیم بود. موفق و معید باشید.